سلام میکنم به همه شما همراهان محترم تلویزیون کانال جدید. امروز جمعه دوم مهر 1395 هست، مصادف با 23 سپتامبر 2016. برنامه پخش مستقیم رو در کانال جدید مشاهده میکنید. من شیرین شمس هستم و همراه دیگر همکارانم که در دو ساعت پیش رو معرف حضورتون خواهند بود، این برنامه رو تهیه و تقدیم به شما عزیزان میکنیم. همونطور که اطلاع دارید، حسن روحانی در مجمع عمومی سازمان ملل به عنوان رئیس دولت 11 جمهوری اسلامی حضور پیدا کرده که این حضور روز پنجشنبه، صبح پنجشنبه اول مهر به وقت نیویورک بوده. در همین رابطه صحبت‌هایی داشته حسن روحانی، در این مجمع شرکت کرده که صحبت‌های جنجال برانگیزی میشه گفت در رابطه با برجام فوکوسش بوده و همچنین نقش دولت‌های دیگه به خصوص عربستان سعودی در منطقه خاورمیانه. یکی از موارد مهمی که مطرح کرده حسن روحانی گلایه از ایالات متحده آمریکا بوده، به دلیل اینکه بعد از گذشت 8 ماه از توافقاتی که در راستای برجام انجام شده، ایالات متحده آمریکا به تعهداتش عمل نکرده. و صحبت‌های دیگه مبنی بر این که عربستان سعودی رو به ترویج ایدئولوژی نفرت و حمایت از تروریسم متهم کرده و بسیاری نکات دیگه که مطرح کرده. ما توی این برنامه می‌خوایم به این نکات و صحبت‌های حسن روحانی بپردازیم. کلاً برنامه رو می‌خوایم به این صورت پیش ببریم که حضور حسن روحانی و سران جمهوری اسلامی رو در 71 مجمع عمومی سازمان ملل چطور بررسی می‌کنیم. با توجه به اینکه حسن روحانی رضایتی از نحوه پیشرفت برجام نداره و گلایه داره از ایالات متحده آمریکا، ما می‌خوایم این سوال رو بهش پاسخ بدیم که آیا شکست سیاست برجام در اثر نحوه عملکرد آمریکا در تعهداتش هست و یا اینکه این شکست ریشه در بحران‌های درونی حکومت جمهوری اسلامی داره. و اگر شما فکر می‌کنید که این شکست ریشه در بحران‌های درونی جمهوری اسلامی داره، فکر میکنید که این بحران ها کدوم بحران ها هستن؟ بحران های سیاسی هن یا بحران های اقتصادی هن ولا غیره؟ و اینکه میخوایم ببینیم تا به الان بعد از گذشت 8 ماه آیا برجام تونسته تأثیری در زندگی و معیشت مردم بذاره. یک نکته مهم دیگه ای که در این پس از مجمع برگزار شده این بوده که گزارشات نشون داده حسن روحانی نتونسته به وعده انتخاباتی خودش تحت عنوان تغییر به نفع آزادی بیان و مطبوعات عمل بکنه. حالا میخوایم ببینیم که چرا حسن روحانی نتونسته به این وعده به قول خودش مهم عمل بکنه و چرا حتی فشار روی رسانه ها، بازداشت فعالین و روزنامه نگاران حتی در دوره حسن روحانی نسبت به دوره های دیگه بیشتر هم شده. و یه نکته دیگه این که حسن روحانی مطرح میکنه در رابطه با عربستان سعودی که ترویج ایدئولوژی نفرت میکنه در منطقه خاورمیانه و حمایت از تروریسم، میخوایم ببینیم که خود جمهوری اسلامی چه سیاستی رو در منطقه خاورمیانه پیش گرفته. شما به عنوان بینندگان این برنامه چه ارزیابی از سیاست‌های خود جمهوری اسلامی در ترویج ایدئولوژی نفرت و حمایت از تروریسم در منطقه دارید؟ و یه سوال نهایی اینه که چشم‌انداز روشن آینده ایران رو شما در سیاست‌های کدوم بخش می‌بینید؟ جناح اصولگرایان، جناح اصلاح طلبان، باند خامنه‌ای و سپاه پاسداران، سیاست‌های روحانی و رفسنجانی؟ و اگر پاسخ شما هیچ کدام هست، یعنی هیچ کدام از این بخش‌ها و جناح‌ها نمی‌تونن چشم‌انداز روشنی برای آینده ایران داشته باشن، شما فکر می‌کنید از چه راهی میشه آینده روشنی رو برای جامعه ایران تضمین کرد؟ در بخش بعدی منتظر نظرات ارسالی شما هستیم که از طریق شماره تلفن 2046-739-6814-38 و از طریق اپلیکیشن های واتساپ و تلگرام به دست ما برسه. شما میتونید متن کتبی بفرستید، نظراتتون رو بگید و یا فایل صوتی بفرستید، نظرتون رو برای ما ارسال کنید یا پاسخ این سوال ها رو به دست ما برسونید. طبیعتاً هرچه زودتر نظراتتون رو برای ما ارسال بکنید، ما در انعکاس نظرات شما
راحتتر خواهیم بود. ولی اگر نظراتتون رو بذارید برای 20 دقیقه و یا 1 رو به آخر برنامه، برای ما سخت خواهد بود و ما شاید طبق معمول همیشه نتونیم در اون دقایق پایانی نظرات شما رو منعکس بکنیم. در اتاق فرمان ایمان دشت پیما و حسین حسین نژاد ما رو همراهی میکنن توی این برنامه. قبل از اینکه بریم به بخش بعدی، یک گزارش کوتاه میبینیم از نشست خبری که حسن روحانی داشته و اون گلایه‌مندی که از ایالات متحده آمریکا در رابطه با کوتاهی آمریکا در برجام. این گزارش کوتاه رو میبینیم و منتظر نظرات شما هستیم و نظرات کاربران شبکه‌های اجتماعی هم در بخش بعد پوشش خواهیم داد. گله‌ای که ما از ایالات متحده آمریکا داریم در نحوه اجرای برجام در طول 8 ماه گذشته این هست که در اجرای تعهداتش در برخی از موارد ما شاهد تأخیر هستیم و در برخی از موارد هم شاهد اهمال و همچنین عدم شفافیت. من مثال میتونم بزنم برای اینکه واضح‌تر بشه. طبق برجام، پس از اجرایی شدن برجام میبایست فروش هواپیماهای مسافربری به ایران آزاد باشه و تحریم و ممنوعیت در این زمینه برداشته بشه. این معناش این بود که از همون روز اول همه مجوزهای لازم برای فروش هواپیما داده بشه. اما شما میبینید در این روزهای اخیر داره اعلام میشه راجع به فروش هواپیماهای شبیه ایرباس یا بوئینگ. ما گله ما از تأخیر هست، چون ما از زمانی که برجام امضا شد تا زمانی که برجام اجرایی شد یک فرصت کافی برای تدوین همه آیین‌نامه‌ها و مقررات پیش روی دو طرف بود. ما عمل کردیم به همه تعهداتمون، اما طرف مقابل ما هم تأخیر داره، مثل این موردی که من گفتم. البته طرف مقابل که من میگم، مقصودم عمدتاً ایالات متحده آمریکاست. بقیه کشورها تلاش میکنن برای اینکه برجام اجرایی و عملیاتی بشه. آمریکایی‌ها در مسئله بانک‌ها، اونجوری که بانک‌های بزرگ به خود ما میگن، به صورت شفاف صحبت نمی‌کنند. یک بار به صراحت میگن شما آزادید با ایران کار بکنید، مانعی پیش روی شما نیست. گاهی با یک لحنی صحبت میکنن که طرف رو دچار شک و تردید میکنن. مثلا میگن که بله، تحریم برداشته شده، ولی تحریم هسته‌ای برداشته شده. حواستون باشه که تحریم های اولیه هنوز هست و باید اونا رو دقیقا مراعات بکنید. و یا میترسونند بانک های بزرگ رو به شدت عمل خزانه داری آمریکا نسبت به اونها. این موردی است که ما نسبت به اون اعتراض داریم. سازوکاری هم که برای اعتراض پیش بینی شده مراحلی داره که ما اون مراحل رو طی کردیم و داریم طی میکنیم. در استودیوی پخش مستقیم هستیم همراهان گرامی. در این بخش میلاد رسایی‌منش ما رو همراهی میکنه با پوشش نظرات کاربران شبکه‌های اجتماعی. سلام میلاد. سلام، طبق روال همیشه تو این برنامه هستم. یک برنامه دیگه در رابطه با حسن روحانی و سخنرانی که در واقع در سازمان ملل کرده. خیلی خوشحالم که تو این برنامه در خدمتتون هستم. امیدوارم حالت خوب باشه، خودت و همه عزیزانی که تو این وقت صدامون رو میشنون، تصویرمون رو میبینن. امیدوارم برنامه بسیار خیلی خوبی هم داشته باشیم. ممنون. خب طبق معمول همیشه بریم سراغ نظرات کاربران شبکه‌های اجتماعی و در بخش عمومی. میدونم که نظرات دسته‌بندی کردی نسبت به صحبت‌های روحانی. کاربران شبکه‌های اجتماعی نظرات مختلفی دادن نسبت به هر کدوم از صحبت‌هاش، ولی بریم در ابتدای امر
یک نگاهی بندازیم به نظراتی که به صورت عمومی در رابطه با حضور روحانی در این مجمع و صحبتهایی که در رابطه با برجام داشتیم. به طور مشخص انتقادات از نظر کاربرا به صحبت‌های حسن روحانی نسبت به سخنرانی‌های قبلی که ایشون داشته در سازمان ملل بیشتر بوده. خوب یادم هست سال پیش حدود همین موقع ها بود که حسن روحانی صحبت کرد در سازمان ملل و ما هم اتفاقا برنامه زنده‌ای داشتیم، مقایسه می‌کردم نظر کاربرا رو با سال گذشته و می‌دیدم که چقدر حجم اعتراض در عرصه‌های مختلف به حسن روحانی بیشتر شده. صحبت‌هایی که در رابطه با عربستان سعودی کرده و خب اینکه حالا کاربرا اومدن گفتن که دولت حسن روحانی و دولتی که در عربستان بر مسند قدرت هست آل سعود در واقع باجی به هم نمیدن و اینکه حالا حسن روحانی و جمهوری اسلامی میان انتقاد میکنن به عربستان و میگن که نقض حقوق بشر میکنه، نفرت پراکنی میکنه، کسی که خودش حامی بشار اسد هست خب چطور میتونه بیاد در این باب وارد بشه. بحث دیگه که مطرح شده بود در رابطه با برجام بود، اینکه حالا تعهداتش آمریکا انجام داده یا نداده. خیلی از کاربرا اومده بودن گفته بودن اصلا حالا مسئله ما تعهدات آمریکا اصلا این نیست، حسن روحانی یه جوری خواسته سوالو عوض بکنه، شکست جمهوری اسلامی در بهبود دادن وضع اقتصادی رو در واقع مطرح کرده بودن و حالا موارد دیگه. حسن روحانی خیلی صحبت‌های مختلفی کرده، دو نشست خبری که داشته مثلا اومده گفته که نمیدونم منطقه پرواز ممنوع باید باشه در سوریه، در واقع ازش سوال پرسیدن که نظرت چی هست در این رابطه، این هم خودش باز دلیلی شده که در واقع دست مایه کاربرا شده که بیان نظر در واقع ابراز نظر بکنن، حمایت جمهوری اسلامی از دولت سوریه رو زیر سوال ببرن و حالا موارد دیگه، نقض حقوق بشر در همین موقعی که حسن روحانی در واقع داشته حضور در واقع داشته میرفته برای سخنرانی در سازمان ملل. خب ما میدونیم که بیانیه ای منتشر شده از گزارشگران بدون مرز در رابطه با وضعیت رسانه ها روزنامه نگاران که حالا مفصل بهش خواهیم پرداخت و حالا وعده هایی که به طور کلی حسن روحانی در موقعی که چند سال پیش 3 سال پیش میخواست رئیس جمهور بشه وعده های انتخاباتی که داده بود رو کاربرا یادآوری کردن و گفتن الان که سال آخر دوره حسن روحانی هست چقدر این وعده ها رو تونسته تحقق بهشون در واقع محقق بکنه و اینکه کسی که حالا یه همچین کارنامه ای داره آیا این صلاحیت رو داره که در سازمان ملل از تریبون سازمان ملل استفاده بکنه و یک همچین نکاتی رو مثلا مطرح بکنه، دولت های دیگر رو نقد بکنه، مبشر صلح بشه در جامعه بین المللی و حالا موارد دیگه. همونطور که گفتم چون صحبت های حسن روحانی طیف زیادی از مطالب رو شامل میشه، خب نظر کاربران به تبع متعدد و زیاد هست، در نتیجه یه طبقه بندی خیلی مفصلی کردم بر مبنای حرفایی که حالا حسن روحانی زده و در ادامهش مشخصا در رابطه با صحبت بنیامین نتانیاهو هم نظراتی رو آماده کردم. تو این بخش اگر موافق باشی میپردازم به کامنت هایی که به طور کلی اومدن اظهار نظر کردن در رابطه با کلیات صحبتی حسن روحانی در سازمان ملل. 3 نظر در این رابطه آماده دارم، بعد در ادامه برنامه به تبع اون نظرات طبقه بندی شده رو با توجه به موضوعاتی که پیرامونشون صحبت بکنیم حتما بهشون اشاره خواهم کرد. نظر بینندگانمون هم حتما در طی برنامه منعکس خواهم کرد و همچنین آماری هم تهیه کردم که خالی از لطف نیست بهشون بپردازیم و ببینیم حسن روحانی در این 3 سالی که در واقع 3 سال اندی که سر کار بوده چه کارنامه‌ای رو داشته. 3 نظر همونطور که گفتم میخونم. کاربری با نام علی خطاب به حسن روحانی و دولت جمهوری اسلامی به طور کلی گفته که شما که از شب اول دزدیدن انقلاب که کشتار و اعدام‌های وحشیانه را آغاز کردید و هزاران جوان مظلوم را تا به امروز کشتید و شکنجه کردید و زندانی و بیکار و آواره اروپا و آمریکا کردید و همچنان هم دارید می‌کنید و توی سر دختران و زنان ما در خیابان زدید و بر چهره آنان اسید پاشیدید، مردم را خار و حقیر و تحقیر و رعیت معابانه با آنان رفتار کردید و فساد را گسترش دادید و وضعیت حقوق بشر در ایران را به این روز انداختید و وضعیت در واقع اومده در واقع اشاره کرده، مثلا می کنم خلاصه بگم چون خیلی طولانی است، اومده وضعیت طبیعت رو و محیط زیست رو در واقع اشاره کرده، خیلی مفصل اومده گفته دریاچه فلان خوش شده اینجوری شده، در ادامه اومده گفته که و بعد به وضعیت سوریه اشاره کرده گفته با حمایت مالی
مالی و نظامی از جنایتکار قرن بشار اسد ملت سوریه را نابود کردید و 100 هزار از مردم سوری را کشتید و به خاک و خون کشیدید و آواره کردید، حال مبشر مهر و محبت در داخل و خارج شده اید. به قول قدیمی ها آخوند شرم و حیا ندارد. من مطلب علی رو همونطور که اشاره کردم خلاصه خوندم، چون خیلی اشارات کرده بود به موارد مختلف، مطلب طولانی بود، سعی کردم به اون مهماش بپردازم و در نهایت اینکه انتقاد کرده بود که شما در جایگاهی نیستید که بخوای مبشر صلح و امنیت در داخل و خارج از ایران باشید. کاربر دیگه به نام ماندانا گفته شرم بر حکومتی که نونهالان و آینده سازانش به جای مدرسه در طویله درس می‌خوانند و آقای خامنه‌ای درآمد و پول این کشور را که سهم همین مردم است در جنایت و کشتار کودکان سوریه و دیگر کشورهای دیکتاتوری هزینه می‌کند. شرم بر قاسم سلیمانی و بسیجی‌ها و حسن روحانی و دولت تدبیر و امید. یه نظر دیگه تو این بخش می‌خونم، صحبتامو تموم می‌کنم. کاربر دیگه گفته دیگ به دیگ میگه رودسیا، شما آخوندهای زالو صفت و انگل اجتماع و تمام وجودتان نفرت برانگیز است و دست ترورتان هم در سر تا سر جهان پنهان نمانده. همین بس که هزاران ایرانی و زندان سیاسی را اعدام کردید و مسبب آن فجایع رئیس دادگستری تو مأمور امنیتی سابق است. مردم نجیب ایران هیچ مشکلی نه با آمریکا و نه اسرائیل و نه عرب و نه آسیا و نه آفریقا دارند و آرزوی صلح و آرامش برای همگی دارند. مشکل شما ابلهان مذهبی شیعه و سنی هستید که به جان هم افتادید و در راه ترویج خرافات و موهمات و اراجیفات هستید. هر دو ضد بشر و خونخوار هستید، دزد و فاسد هستید و مردم و خلق خاورمیانه آرزوی نابودی شما را دارند، با آرزوی صلح و صفا برای همه مردم جهان، مخصوصا مردم خاورمیانه. بله، نظرات کاربران شبکه‌های اجتماعی رو به صورت عموم مطرح کردیم. حالا میپردازیم توی این برنامه که نظرات در رابطه با صحبت‌های حسن روحانی که عربستان رو به ترویج ایدئولوژی نفرت و حمایت از تروریسم متهم می‌کنه چی هست، در رابطه با تعهدات آمریکا چی هست و حتی وضعیت فشاری که روی فعالان، روزنامه‌نگاران و افرادی که در سطح رسانه‌ها فعالیت می‌کنن به چه صورت بوده. همونطور که گفتم پنج شنبه 22 سپتامبر حسن روحانی آمریکا رو در انجام تعهداتش نسبت به برجام محکوم میکنه و میگه که وضعیتی که ما الان توش هستیم به دلیل اهمال آمریکا هست. شما فکر میکنید که آیا شکست سیاست برجام و تمام تلاشی که این بخش از جمهوری اسلامی کرد برای بهبود وضعیت اقتصادی آیا در اثر نحوه عملکرد آمریکا در تعهداتش بوده و یا اینکه نه، شکست برجام ریشه در بحران‌های خود حکومت جمهوری اسلامی داره؟ و اگر شما فکر می‌کنید ریشه در بحران‌های خود جمهوری اسلامی داره، کدوم بحران این حکومت رو شما میتونید دلیل شکست برجام بدونید؟ بحران سیاسی یا بحران اقتصادی و یا بحران‌های دیگه؟ از طریق شماره تلفن 2046-739-6814-38 میتونید نظراتتون رو به دست ما برسونید، از طریق اپلیکیشن های همیشگی تلگرام و واتساپ. منتظر نظرات شما هستیم. یک گزارش کوتاه دیگه میبینیم و میشنویم از نشست خبری که حسن روحانی داشته و در اون باز گلایه میکنه از تعهدات عمل نکرده ایالات متحده آمریکا بعد از گذشت 8 ماه از توافق هسته‌ای و برجام. نشست خبری برجام با هم میبینیم. برمیگردیم به استودیوی پخش مستقیم و همچنان منتظر نظرات شما عزیزان هستیم. و اون توافق مورد تایید شورای امنیت سازمان ملل قرار گرفت. امروز بعد از 3 سال در حالی من به نیویورک سفر می کنم که 8 ماه از اون توافق و اجرایی شدن اون توافق گذشته است و برای ما بسیار مهم بود که به جهان بگوییم که نظام جمهوری اسلامی ایران در موضوع سلاح هسته‌ای و همچنین سلاح‌های کشتار جمعی که همواره تأکید کرده جزو دکترین دفاعی کشور ما نیست و ایران هرگز دنبال سلاح‌های کشتار جمعی نبوده
برای جامعه جهانی به اثبات رسید و این از لحاظ تعهد اخلاقی و سیاسی یک موفقیت بزرگ برای ملت و دولت ایران بود. همچنین فعالیت غنی‌سازی هسته‌ای که برخی از کشورها ظاهراً با حتی پیچ و مهره اون هم موافق نبودند، ما تونستیم به اذعان همه جامعه جهانی برسانیم که غنی‌سازی حق مسلم ملت ایرانه و خوشبختانه امروز این مسیر و این راه رو داریم ادامه میدیم در نطنز، فردو و عراق. و نکته سوم این که موضوع تحریم که از ابتدا یک ابزار غلط و نادرستی بود که بعضی ها به کار گرفته بودند و نهایتاً به ضرر همه بود، تحریم برداشته شد. البته در موضوع تحریم من الان نمیخوام به تفصیل وارد بشم. دو موضوع برای ما بسیار اهمیت داشت در تحریم، غیر از موضوعات فراوانی که در لیست تحریم بود، یکیش موضوع انرژی و مسئله نفت و گاز بود و موضوع دوم مسئله روابط بانکی بود. ما در موضوع اول بعد از اجرایی شدن برجام، تحریم به طور کامل برداشته شده و ایران فعالیت عادی خودش رو در زمینه نفت و گاز داره انجام میده، اما در زمینه مسئله بانکی هنوز با مشکلاتی مواجه هستیم که باید طرفهای توافق ما به تعهدات خودشون به طور 100% و کامل در این زمینه عمل کنن. گرامی، همونطور که اطلاع دارید روحانی پیشتر هم در جریان سخنرانیش در مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک انتقاد کرده از عربستان سعودی و خواسته که در سیاست‌های منطقه‌ایش بازنگری کنه و همچنین گفته که عربستان سعودی به ترویج ایدئولوژی نفرت می‌پردازه و از تروریسم حمایت می‌کنه و ادامه داده صحبتش رو با انتقاد از فرقه‌گرایی و تحریک اختلافات مذهبی و کشورهای دیگه و دولت‌های دیگر را هم متهم کرده که با پوشش‌های مذهبی به دنبال قدرت طلبی هستند. حالا این صحبت‌های روحانی بوده و در رابطه با جمهوری اسلامی گفته که مهد دموکراسی و ثبات و امنیت است. یعنی تمام تقریبا از نظر روحانی دولت‌هایی که در خاورمیانه حاکم هستند رو متهم می‌کنه به این وضعی که الان توی خاورمیانه ایجاد شده و خودش رو مبرا می‌کنه و مهد دموکراسی و ثبات و امنیت جلوه میده. آیا شما فکر می‌کنید که جمهوری اسلامی در ترویج ایدئولوژی نفرت و حمایت از تروریست در منطقه نقشی نداره و اگر فکر میکنید که نقشی داره ارزیابی شما چی است؟ چقدر جمهوری اسلامی در تقویت تروریسم در خاورمیانه نقش آفرینی میکنه؟ چقدر صحبت هایی که روحانی نسبت میده به دولت عربستان سعودی و دیگر دولت ها در ترویج ایدئولوژی نفرت و قدرت طلبی از طریق پوشش های مذهبی، فرقه گرایی و تحریک اختلافات مذهبی، خود جمهوری اسلامی چه نقشی در این بین داره؟ میریم نظرات کاربران شبکه‌های اجتماعی رو بشنویم در رابطه با این بخش سخنرانی حسن روحانی. در واقع روی کردی که حسن روحانی به نمایندگی از جمهوری اسلامی در رابطه با عربستان سعودی داشته در سخنرانی که در سازمان ملل داشته، این کاربران اومدن بهش پرداختن. یه خلاصه فقط بگم که به طور مشخص کاربران اومدن یادآوری کردن که دولت عربستان سعودی هم دولتیه که خودش به مردمش داره فشار میاره و دولتی هست که به نوعی نمایندگی نمیکنه اکثریت مردم عربستان رو، و خود این در واقع دولت هم باجی به جمهوری
اسلامی نمیده، جفتشون رو انتقاد کردن به نوعی کاربرا. تو این بخش دو نظر میخونم، یه توییت، یه نظر در واقع از بینندگانمون هم به دستمون رسیده که در ادامه بهش خواهم پرداخت. کاربری با نام حسین گفته آقای روحانی در مراسم مطبوعاتی در مورد سوریه و کشتار مردم سوریه و حمایت از بشار اسد خونریز به شدت و با خفت از پاسخ دادن تفره رفت و موقع پاسخ دادن رنگش مثل گچ سفید شد و فقط به عربستان انتقاد کرد. دولت حسن روحانی و جمهوری اسلامی به طور کل و آل سعود هر دولت حسن روحانی و جمهوری اسلامی به طور کل و آل سعود هر دو مورد نفرت هستند و باید سرنگون شوند. کاربر دیگه‌ای با نام ماندانا گفته جمهوری اسلامی از اینکه امسال دولت عربستان مزدوران رژیم جمهوری اسلامی از اینکه امسال دولت عربستان مزدوران رژیم برای آشوب به پا کردن را در مراسم حج را نداد تا نظم و انضباط مراسم را به هم بریزند تا دولت عربستان را بیکفایت نشان دهند، که داخل پرانتز نوشته البته بیکفایت هم هستند، سخت ناراحت است. به همین دلیل دائم در سخنرانی خود به دولت حسن روحانی به دولت عربستان حمله کرد. در واقع سخنرانی حسن روحانی خطاب بود. توییتی که انتخاب کردم تو این بخش در واقع سازمان ملل حسن روحانی، دو تا هشتگی هست که این کاربر استفاده کرده. این کاربر میگفته از سخنرانی هشتگ حسن روحانی اصلا خوشم نیامد. حمله به دولت منحوس عربستان یک حرکت رذیلانه بود که فریدون روحانی برای فرافکنی و کمرنگ جلوه دادن سیاست‌های غلط جمهوری اسلامی در منطقه انجام داد. در ادامه اومده توضیحات خیلی مفصل‌تری داده، گفته که اصلا جمهوری اسلامی در قامتی نیست و صلاحیت نداره که بخواد به دولت‌های دیگه یادآوری بکنه که چجوری باید رفتار بکنن و چجوری باید نظم رو در منطقه و در واقع ثبات رو در منطقه حفظ بکنن. نظر بینندمون هم خیلی سریع بخونم. بینندمون با نام وفا گفته با سلام، به نظر بنده آینده مردم ایران تا این حکومت بر سر قدرت هست بهتر که نمیشه، روز به روز بدتر هم میشه، چون سیاست کلی بر این اساس طراحی شده است. پس مردم ایران اگر میخواهند از این مشکلات رهایی پیدا کنند باید به فکر تغییرات ریشه‌ای باشند، وگرنه راست و چپ علی و نقی کاری برای ما انجام نمیدهند. اینها 38 ساله که دروغ میگن و شیره سر مردم میمالند. بعد از این هم قضیه همین خواهد بود. همینطور که اول صحبت هم گفتم منتظر نظر بینندگانمون هستیم، به محضی که نظری به دستمون برسه حتما در برنامه منعکس خواهیم کرد. بله، البته بیننده‌ای که الان اسمش در این برنامه برده شد وفا، در واقع پاسخ سوال پنجم ما رو دادن که چشم‌انداز روشن آینده ایران رو در سیاست‌های کدام یک می‌بینید؟ اصولگرایان، اصلاح طلبان، باند خامنه‌ای و سپاه پاسداران، سیاست‌های روحانی و رفسنجانی، و یا اینکه هیچ کدام؟ و اگر پاسخ هیچ کدام است، چه راهی میتونه تضمین کننده ی آینده روشن برای جامعه ایران باشه؟ که این بیننده ما اشاره می‌کنند که باید دست به تغییرات ریشه‌ای زد و هیچ کدوم از این باندها و جناها نمیتونن آینده روشن برای جامعه ایران ترسیم بکنن. در همین رابطه، در رابطه با صحبت‌های حسن روحانی و حمایت از تروریسم در منطقه، گزارش کوتاهی داریم از نشست خبری که روحانی داشته و اونجا جمهوری اسلامی رو مبرا میکنه از هر گونه حمایت از تروریسم و همونطور که گفتم میگه که جمهوری اسلامی مهد دموکراسی و ثبات و امنیت هست. چند دقیقه از صحبت‌های حسن روحانی در این رابطه رو می‌بینیم و می‌شنویم. منتظر نظرات شما همچنان هستیم. ایشون به طور 100% و کامل در این زمینه عمل کنن. موضوع دومی که از 3 سال پیش من بر او تأکید کردم، اهمیت مسئله مبارزه با خشونت، افراطی‌گری و تروریسم بود و اینکه منطقه ما با معضل بزرگی به نام ناامنی و بی‌ثباتی مواجه شده. خاورمیانه منطقه بسیار حساس و مهمی هست. بی‌ثباتی در این منطقه نمیتوانه در خود منطقه برای همیشه محصور باقی بمانه. این بی‌ثباتی و ناامنی به دیگر نقاط سرایت خواهد کرد، همونطور که ما دیدیم. تروریسم مرزی رو نمیشناسه و در اروپا، در آفریقا، در آسیا، در آمریکا، در همه جا به هر حال ویروس تروریسم متاسفانه
سرایت کرده و همه جهان رو مبتلا کرده و ما در این زمینه باید تلاش مضاعف انجام بدیم. خوشحالم که اعلام کنم ایران به عنوان یک سد دفاعی بزرگ در منطقه علیه تروریسم، علیه القاعده، علیه داعش بوده و امروز هم به عنوان یک سد دفاعی بزرگ در برابر تروریست ها. در استودیوی پخش مستقیم هستیم. همراهان گرامی، ممنون از شما که در این ساعت از شب و روزتون تلویزیون کانال جدید و این برنامه پخش مستقیم رو انتخاب کردید، ما رو همراهی میکنید، نظر برای ما میفرستید. امیدوارم که تا انتهای برنامه پای این برنامه باشید و ما رو همراهی بکنید. یکی دیگه از صحبت‌هایی که مطرح شده توسط نتانیاهو بوده که در این مجمع جمهوری اسلامی و داعش رو به عنوان دشمن مشترک منطقه خاورمیانه معرفی کرده. میریم نظرات کاربران شبکه‌های اجتماعی رو در این زمینه از میلاد بپرسیم. درسته، صحبت‌های بنیامین نتانیاهو هم در نوع خودش جالب بوده، اومده در واقع صحبت کرده یا که اسرائیل دشمن مردم خاورمیانه نیست، داعش و ایران جمهوری اسلامی رو در واقع به عنوان دشمن معرفی کرده، اسمی از عربستان سعودی برده. در حالی هم این در حالی است که ما میدونیم در زمانی که این فرد یعنی بنیامین نتانیاهو در واقع در قدرت بوده در اسرائیل، شهرک سازی ها خیلی زیاد بوده و خود سازمان ملل کلی انتقاد کرده بارها به این فرد و خود ایشون هم به لحاظ کارنامه که داره کارنامه خیلی خوب و در واقع جذابی نداره. حالا در همین رابطه چند نظر میخونم از افرادی که در واقع به نوعی انتقاد هم کردن به بنیامین نتانیاهو. کاربری با نام علی گفته آقای نتانیاهو به همه مردم جهان توهین کرد، به سازمان ملل هم توهین کرد، حتی آن سازمان را مضحک خواند. او گفت تا چند سال دیگر همه شماهایی که اینجا هستید در برابر اسرائیل زانو خواهید زد. سیاست دولت اسرائیل در عمل به نفع دولت‌های ضد مردمی مانند جمهوری اسلامی و عربستان سعودی تمام می‌شود. کاربر دیگه‌ای با نام رضا گفته بابا عجب روی داره این نتانیاهو، به داعش و جبهه النصره کمک می‌کنه، فلسطینی‌ها رو قتل عام می‌کنه و در زمین‌هاشون غیر قانونی خونه می‌سازه و از خونه‌هاشون بیرونشون می‌کنه و خونه‌هاشون رو با بولدوزر خراب می‌کنه. حالا مثل حسن روحانی برای ما منجی عالم شده. واقعاً چقدر به هم میان حسن روحانی و بنیامین نتانیاهو. کاربر دیگری در همین رابطه گفته فلسطین رو قتل عام نکرده بنیامین نتانیاهو، فقط اون جاهایی رو موشک اندازی کرده که به طرفش حمله شده بوده، به شهرهای اسرائیل در واقع حمله شده بوده. به وجود آوردن داعش به اعتراف پسر آیت الله خزعلی همین سردار سلیمانی بوده. بنیامین نتانیاهو اگرچه عمل کرده بدی در این رابطه داشته، ولی حسن روحانی و دیگران حق انتقاد کردن به بنیامین نتانیاهو رو ندارن که در واقع سعی کرده به نوعی از سیاست های بنیامین نتانیاهو در این رابطه صحبت بکنه. در ادامه نظرات بیشتری هم در رابطه با صحبت بنیامین نتانیاهو در سازمان ملل دارم که اگر وقت باشه حتما بهشون اشاراتی خواهم داشت. یک مورد دیگه ای که در این مجمع مطرح شده اینه که سازمان گزارشگران بدون مرز صدور یک بیانیه داشته به مناسبت سفر حسن روحانی رئیس جمهور حکومت اسلامی به نیویورک در همین 71 مجمع عمومی سازمان ملل و متهم کرده جمهوری اسلامی و مقام‌های مسئول این حکومت رو در زیر فشار گذاشتن رسانه‌ها، فعالین و بازداشت روزنامه‌نگاران و این عمل رو محکوم کرده. سازمان گزارشگران بدون مرز توی اطلاعیه خودش یادآوری کرده که در این هفته دست کم 2 روزنامه‌نگار بازداشت شدند و تعداد دیگه‌ای هم دستگاه قضایی تهدیدشون کرده و یا احضارشون کرده و این نکته برجسته این مجمع بوده. حسن روحانی همونطور که اطلاع دارین توی نیویورک و در این مجمع با تعداد زیادی از سران کشورهای دیگه هم دیدار کرده و با همشون نکاتی که مربوط بوده در رابطه با قراردادهای مشترک صحبت کرده. توی یکی از مصاحبه هایی که داره در ورود به
نیویورک اگر اشتباه نکنم صحبت از دیدار با نخبگان اسلامی میکنه که هم جای خنده داره هم جای تعجب و این قابل تأمله که اساسا مگه جریانات اسلامی به جز ترور، کشتن و جنایت چیز دیگه هم دارن که حسن روحانی اسم نخبگان اسلامی رو میبره. اتفاقا اتاق فرمان آماده کرده، گزارش کوتاهی داره ورود حسن روحانی به نیویورک که با چه کسانی میگه قرار دیدار داشته باشه. این گزارش کوتاه رو میبینیم، برمیگردیم به استودیو پخش مستقیم. ما در مسیر بازگشت از اجلاس سران عدم تعهد و سفر کوتاهی به کشور کوبا، اینجا هم توقف نسبتاً کوتاهی خواهیم داشت، توقف دو روزه هم برای سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد، هم سخنرانی میان نخبگان اسلامی و همچنین در جمع سیاسیون و مسئولین اندیشکده ها و همچنین یکی دو مصاحبه و تعدادی ملاقات با سران کشورها انشاءالله. بله، دیدیم صحبت‌های حسن روحانی رو. شما اگر که می‌دونید منظور حسن روحانی از نخبگان اسلامی چی هست، می‌تونید به اطلاع ما هم برسونید. می‌ریم دوباره سراغ گزارش سازمان گزارشگران بدون مرز و بیانیه‌ای که صادر کرده و رفتار مقام‌های مسئول در حکومت جمهوری اسلامی، چه روحانی و چه دیگر مقامات رو محکوم کرده در زیر فشار گذاشتن رسانه‌ها، فعالین و بازداشت روزنامه‌نگاران. تو این بخش جا داره که اشاره بکنم رضا معینی مسئول بخش افغانستان و ایران گزارشگران بدون مرز گفته که حسن روحانی در حالی برای آخرین بار در دوره ریاست جمهوری خود به مجمع عمومی سازمان ملل میره که وعده انتخاباتی تغییر به نفع آزادی بیان و مطبوعات محقق نشده. معینی حسن روحانی رو به تلاش نکردن در جهت تغییر این وضعیت متهم میکنه و ادامه میده که جمهوری اسلامی اطلاع رسانی مستقل رو مهار و سرکوب میکنه. یک سوال هم داریم در این رابطه، اینه که چرا حسن روحانی به وعده انتخاباتی خود تحت عنوان تغییر به نفع آزادی بیان و مطبوعات نتونسته عمل بکنه و چرا وقتی که ما آمار رو بررسی میکنیم فشار روی رسانه ها، بازداشت فعالین و روزنامه نگاران در دولت حسن روحانی حتی نسبت به دوره های قبلی بیشتر هم شده. این هم نکته قابل تأملی هست و میتونید شما بینندگان عزیز اگر نظری دارین در این رابطه برای ما پاسخ این سوال رو بفرستید از طریق شماره تلفن 2046-739-6814-38، واتساپ و تلگرام. توی این زمینه هم کاربرای زیادی نظر دادن که میلاد تو فکر میکنم آماده کردی نظرت رو. نظرات آماده است. من قبلش چند جمله از در واقع وعده های انتخاباتی حسن روحانی رو آماده کردم، مشخصا در رابطه با وعده هایی که در باب و در باب آزادی رسانه ها داده بود. اون جمله ها رو میخونم، بعد یک نگاهی خیلی مختصر میکنم به گزارشی که منتشر شد از گزارشگران بدون مرز و خب نظر کاربرانم تو این بخش منعکس خواهم کرد. وعده های رسانه ای، حسن روحانی مشخصا گفته بوده که راه مقابله با فساد آزادی دادن به رسانه ها و مطبوعات است و اتکا به نظارت های فرهنگی کافی نیست. صحبت دیگه ای که ایشون کرده بوده، گفته باید به رسانه ها مقداری آزادی عمل دهیم. امروز بنگرید رسانه های ما چه وضعی دارد، در حالی که تعدد دارند اما تنوع ندارند. باید شرایطی ایجاد کنیم که در آن تنوع لازم وجود داشته باشد و جوان ها بتوانند
بیشتر کار بکنن. این در واقع نقدی بوده که به دولت محمود احمدی نژاد کرده حسن روحانی. رسانه ها باید دارای چارچوب باشند، بدون چارچوب نمیتوان کار کرد. و حالا قول های دیگه هم که داده، باید مسئله حوزه رسانه را به صنف مربوط واگذار کنیم و با تشکیل یک تشکل اجازه دهیم مسائل توسط همان تشکل پیگیری شود. نباید تفکر دولتی بودن ادامه پیدا کند، که ما میدونیم نزدیک به 4 سال هست تشکلی تشکیل نشده. با توجه به اینکه مشخصا حسن روحانی قول داده بود که سندیکاهای مختلف در واقع حوزه های مختلف من جمله رسانه تشکیل بشه، ولی تشکل مستقلی که حسن روحانی وعده داده بود در واقع محقق نشده. در آستانه سفر حسن روحانی به سازمان ملل و سخنرانیش در واقع گزارشگران بدون مرز بیانیه‌ای رو اعلام کرده، انتقاد شدید کرده از حسن روحانی و گفته وضعیت نسبت به دوره قبلی که محمود احمدی‌نژاد در قدرت بود بهتر نشده، حتی بدتر شده. اسم آورده، گفته این افراد وضعیتی در زندان هستند و وضعیت در واقع سلامتی و جسمی بسیار بدی دارن و احتیاج هست که خیلی سریع بهشون در واقع رسیدگی بشه. همچنین تو رده بندی هم که ایران رو اومدن گذاشتن، از بین 180 کشور ایران در رتبه 169 هم قرار گرفته که 2 پله سقوط داشته نسبت به زمانی که احمدی نژاد در قدرت بوده. در واقع به طور کلی اگه بخوام جمع بندی بکنم، وضعیت رسانه ها و مطبوعات در دوره حسن روحانی که نزدیک به 4 سال هستشون دولت تشکیل داده بهبود پیدا نکرده، به وضعیت بحران رسیده و گزارشگران بدون مرز این لزوم رو دیدن از بهانه در واقع حضور حسن روحانی در سازمان ملل استفاده بکنند و به وضعیت بد در واقع رسانه ها در ایران انتقاد بکنند. 3 نظر آماده کردم در رابطه با این اتفاق، بیانیه‌ای که گزارشگران بدون مرز دادن در رابطه با وضعیت رسانه ها در ایران، که اونا رو تو این بخش به عنوان بخش پایانی صحبتم بهشون اشاره میکنم. کاربری با نام پوریا گفته تا زمانی که با روزنامه نگاران به دلیل نوشتن حقایق دزدی ها با رفتار ناعادلانه برخورد می شود، دزدان ثروت های ملی را به غارت می برند و هر روز پولدارتر می شود. این گونه است که آخوندها هر روز پولدار می شود، روزنامه ها باید هم خفه شوند. کاربر دیگه‌ای با نام امیر خطاب به این گزارشگران، در واقع خطاب به این سازمان، گفته یه چیز جدید بگویید، این که تا بوده به همین شکل بوده، ولی خبر خوش اینه که تعداد رسانه‌ها افزایش پیدا کرده و اینترنت هزینه‌های میلیاردها و اینترنت باعث شده که رسانه‌های خبری بیشتر بتوانند اخبار رو در اختیار مردم قرار بدن و مردم شانس این رو دارن که اخبار رو از رسانه‌های متعدد دریافت کنن. کاربر دیگه گفته وقتی در ایران دکل نفتی به کل ناپدید میشه، ناپدید شدن انسانها به بهانه افشای حقایق پدیده عجیبی نیست، تا بوده همین بوده. جمهوری اسلامی یک کتاز کشدار روزنامه نگاران در سرتاسر جهان است. نظرات دیگری هم هست در این رابطه، اگر وقت باشه بهشون خواهم پرداخت. بله، فکر میکنم که انقدر نظرات کاربران شبکه اجتماعی زیاد هست در رابطه با صحبت‌های حسن روحانی، بعید میدونم که بتونیم دوباره به این بخش برگردیم، ولی باز نظرات دیگه ای رو حتما مطرح خواهیم کرد. یکی از اختلافات شدید و عمیق بین خامنه‌ای به عنوان رهبر جمهوری اسلامی و حسن روحانی به عنوان رئیس جمهور این حکومت این بوده که در برون رفت از بحران اقتصادی هر کدوم راهکار مختص خودشون رو داشتن. خامنه ای اصرار به این که برای برون رفت از بحران اقتصادی باید یک راهی در داخل حکومت پیدا کرد تاکید داشت، ولی حسن روحانی سیاستش سیاست پیوند خوردن به اقتصاد جهانی بوده و این موضوع و اختلافی که داشتن به کرات خودش رو نشون داده در سخنرانی های مختلفی. حتی خامنه ای صحبت کرده و از شکست برجام اسم برده و گفته که باید یه راه داخلی پیدا می کردیم در حل بحران و اون رو باید خودمون انجام می دادیم. و به همون نسبت روحانی در نشست ها و صحبت هایی که داشته، در سخنرانی هایی که داشته، البته قبل از این سخنرانی که در مجمع داشته، نسبت به برجام و موفقیت های برجام صحبت کرده و در طول تمام این چند ماه خامنه ای و روحانی حتی نسبت به هم
تنش ها و اصطکاک هاش تو سخنرانی هاشون نشون دادن. یکی از سخنرانی های خامنه ای رو اتاق فرمان آماده کرده، یه بخش کوتاهی هست که تأکید میکنه به اینکه نظر خامنه ای درست بوده در رابطه با برون رفت از وضعیت اقتصادی و محکوم میکنه سیاست برجام رو. میبینیم این گزارش کوتاه رو، برمیگردیم و منتظر نظرات شما عزیزان هستیم. پس بنابراین اونچه که مهم است تکیه به ظرفیت داخلی است. گاهی دشمنان موانعی ایجاد میکنند، بله عاقلانه است که انسان برود با تدبیر این موانع رو برطرف کنه، اما اطمینان به دشمن نمیشه کرد. یه نمونهش همین مذاکرات هسته‌ای و برجام است که امروز مسئولین دستگاه دیپلماسی خود ما و همون کسانی که در این مذاکرات از اول تا آخر حضور داشتن، همینها دارن میگن که آمریکا نقض عهد کرده است. آمریکا زیر ظاهر آرام و زبان چرب و نرم مسئولانش و وزیر خارجش و دیگران از پشت داره تخریب میکنه، مانع ارتباطات اقتصادی کشور با کشورهای دیگر دنیاست. اینو مسئولین خود برجام دارن میگن. این حرفیست که بنده البته از یک سال و نیم پیش هی تکرار کردم که با آمریکایی‌ها نمی‌شود اعتماد کرد. بعضیا سختشون بود قبول کنن، اما امروز خود مسئولین ما، همین هفته گذشته مسئولین محترم مذاکره ما با طرف‌هاشون در اروپا جلسه داشتن، همین حرف‌ها رو مسئولین ما به اونا گفتن و اونا جواب نداشتن. گفتن شما این نقض عهد رو کردید، این تخلف رو کردید، این کاری که باید انجام میدادید و انجام ندادید، از پشت سر اینجور تخریب کردید. اونا هم جوابی نداشتن بدن. شش ماه قدم به قدم مردم به خوبی برجام رو مردم لمس میکنن. رسانه صحبت‌های خامنه‌ای رو شنیدید همراهان گرامی، قطعا قبلا هم شنیده بودید. اتفاقا ما برنامه‌های متعددی در رابطه با اختلافات شدید خامنه‌ای و روحانی و رویکردی که این دو مقام مسئول در حکومت جمهوری اسلامی دارن نسبت به حل بحران‌هایی که در این حاکمیت هست داشتیم. حالا سوال اینجاست که آیا فکر می‌کنید که شکست سیاست برجام آیا در اثر نحوه عملکرد ایالات متحده آمریکا هست و یا اینکه نه، شما ریشه این شکست رو در بحران‌های جمهوری اسلامی می‌بینید، بحران اقتصادی، بحران سیاسی و دیگر بحران‌ها؟ میتونید نظرتون رو از طریق شماره تلفن 2046 739 6814 38 در اپلیکیشن‌های واتساپ و تلگرام برای ما ارسال بکنید. همونطور که گفتم، روحانی ادعا میکنه که جمهوری اسلامی مهد دموکراسی، ثبات و امنیت هست. میپردازیم به اینکه حالا چقدر جمهوری اسلامی در ایران تونسته ثبات و امنیت ایجاد کنه، چقدر در منطقه خاورمیانه، ولی ظاهرا تلفن داریم، روی خط هستید، الان میتونید صحبت بکنید. اگر صدای من رو میشنوید میتونید الان صحبت بکنید. از اتاق فرمان اشاره کردن که تلفن داریم، اگر که صدای من رو میشنوید میتونید صحبت بکنید. اتاق فرمان لطفا به من بگن اگر ارتباطمون قطع شده، برنامه رو ادامه بدیم.
خب ظاهرا ارتباطمون قطع شده. همونطور که گفتم حسن روحانی ادعا میکنه که جمهوری اسلامی برای حذف خشونت در منطقه خاورمیانه تلاش میکنه و مقابله میکنه با تروریسم و دیگر دولت‌های در منطقه رو، عربستان سعودی و دیگر دولت‌ها رو به حمایت از تروریسم محکوم میکنه. میگه جمهوری اسلامی مهد دموکراسی و ثبات و امنیت هست، در صورتی که گزارشگران سازمان گزارشگران بدون مرز مقامات جمهوری اسلامی رو به فشار روی فعالین و بازداشت روزنامه‌نگاران محکوم میکنه. حسن روحانی ادعا میکنه که جلوی خشونت رو میگیره، ولی همونطور که ما شاهدش هستیم روزانه چندین قتل عمد دولتی، اعدام در ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی رخ میده و حسن روحانی کاملا این رو کتمان میکنه که اعدام ماهیتا یک عمل خشونت آمیزه و این حاکمیت با اعدام کردن، شلاق زدن و این چنین خشونت هایی در واقع اولین متهم ردیف اول اشاعه خشونت در جامعه ایران هست. برنامه ما در رابطه با اعدام، این جنایت و این قتل عمد دولتی نیست، ولی جا داره که اینجا اشاره به آمار اعدام ها در ایران در دوره حسن روحانی داشته باشیم. ولی قبلش ظاهرا بیننده روی خط هستن. سلام میکنم به شما، اگر صدای من رو میشنوید الان میتونید صحبت بکنید. بیننده گرامی، اگر صدای من رو میشنوید الان میتونید صحبت بکنید. متاسفانه ما صدای بیننده که تماس گرفتن رو نداریم، ظاهرا ارتباطمون قطع شده. ادامه میدیم میلاد توی این بخش. تو آمار اعدام در دولت حسن روحانی رو آماده کردی، بریم ببینیم که این موقعیتی که رقم خورده و این خشونت و جنایت در این دوره به چه صورت بوده. درسته، مشخصا حالا این توضیح رو قبلش بدم که نهادهای مختلف آمارهای مختلفی رو دادن از وضعیت اعدام ها در ایران، تعداد افرادی که اعدام میشن، شرایطی که این افراد دارن، زیر سن هستن، احکامی که به خاطرش اعدام میشن. ما می‌دونیم یه سری از احکام مثلا در داخل ایران جرم، یعنی در فقط در ایران در جمهوری اسلامی جرم هست، در خارج از ایران جرم مثل همجنسگرایی و غیره. من مشخصا آماری رو تهیه کردم و میخوام به اون بپردازم. گزارشگر مخصوص وضعیت حقوق بشر که از طرف سازمان ملل واسه ایران تعیین شده بود، البته الان تغییر کرده، آقای احمد شهید، گزارش رو در اواخر سال 2014 مشخصا نسبت به وضعیت اعدام ها در ایران منتشر میکنه و انتقاد خیلی سخت و تیز و تندی میکنه از دولت جمهوری اسلامی و مشخصا حسن روحانی که این اعدام ها افزایش پیدا کرده. تو گزارش اومده که در سال 2013، همونطور که گفتم گزارش در اواخر سال 2014 منتشر شده، اشاره کرده که در سال 2013 از 580 مورد اعدامی که در سال قبلترش، یعنی سال 2012 انجام شده بوده، این رقم، یعنی 580، به 687 مورد رسیده که در واقع گفته 8 نفر از این اعدامی ها نوجوان بودن و زیر 18 سال بودن که در ایران اعدام شدن. احمد شهید اومده گفته که وضعیت بسیار بد شده در دوره حسن روحانی و بهبود نداشته، حتی به مراتب تعداد افرادی که اعدام شدن در دوره حسن روحانی بیشتر هم شده. این در حالی که همونطور که خودت هم گفتی اومده در واقع حسن روحانی گفته اینجا جزیره ثبات هست، ما اینجا دموکرات هستیم و حالا حرفای دیگه ای رو که زده. خب این در مقابلش همونطور که گفتم آمار اعدام رو میشه بهش پرداخت. نکته دیگه ای که در واقع بهش اشاره شده، در واقع گزارشات دیگه ای که من میخوندم در رابطه با آمار اعدام، این بود که شخص حسن روحانی به عنوان رئیس جمهور دولت جمهوری اسلامی یکی از وظایفی که داره اینه که باید بر اجرای صحیح قانون اساسی نظارت بکنه. خیلی وقتا شده که نمایندگانی که از طرف دولت اومدن در مجامع صحبت کردن در رابطه با این سوال، در رابطه با بحث اعدام، این جست رو گرفتن که خب قوه قضاییه مستقل هست و ما نمیتونیم در واقع ورود بکنیم به این بحث. این در حالی که همونطور که گفتم بنا به قانون رئیس جمهور وظیفه، قانون جمهوری اسلامی، رئیس جمهور وظیفه داره که بر اجرای صحیح قانون نظارت بکنه و خب بعضن جاهای خوندم کارشناسان نظر داده بودن که رئیس جمهور این قدرت رو داره و
این نوع رفتار حسن روحانی در واقع شونه خالی کردن از زیر مسئولیت هست و ندیدن این وضعیت هست که در ایران چقدر آمار در واقع اعدام بالا هست. به لحاظ تعداد اگر بخوایم در نظر بگیریم، فارغ از اینکه چه جمعیتی در کشور هست، ایران اندکی با چین فاصله داره. اگر کسر جمعیت رو بخوایم در نظر بگیریم، صورت کسر در واقع تعداد افرادی باشن که اعدام شدن و در واقع مخرج کسر جمعیت کشورها باشن، ایران با یک اختلاف قابل توجهی اول هست در ایران، در جمهوری اسلامی، در میزان اعدام شهروندان کشور خودش. بله، واقعا وقاحت داره حکومتی که از ابتدای امر روی کار اومدنش و حاکمیتش مبتنی بر شکنجه، اعدام، سرکوب و هر گونه عمل خشونتباری بوده تا به الان. در مجمع عمومی سازمان ملل ادعای مبارزه با خشونت و مبارزه با تروریسم میکنه. البته این روحانی اولین کسی نیست که ادعا میکنه جمهوری اسلامی مهد دموکراسی و سیاست‌های جمهوری اسلامی باعث ثبات و امنیت ایران هست. مقامات دیگه‌ای در حاکمیت جمهوری اسلامی، هم از خود خامنه‌ای و رئیس جمهور قبلی احمدی نژاد، هم این ادعا رو میکردن و این ادعای تازه‌ای نیست. ولی جای این رو داره که توی این برنامه به همچین مقاماتی و همچین حکومتی گفت که شرم بر شما که یک جامعه رو تحت سرکوب خودتون گرفتین، کارگرها رو شلاق میزنین، دانشجوها رو شلاق میزنین، زندانی میکنین، روزانه ده ها و ده ها اعدام دارید و ادعا میکنید که شما مبارزه با خشونت میکنید. شما خودتون اولین الگوی خشونت و خشونت طلبی در جامعه ایران و منطقه خاورمیانه هستید. ظاهرا روی خط بیننده ای رو داریم. اگر صدای من رو میشنوید میتونید الان صحبت بکنید. اگر صدای من رو دارید الان میتونید صحبت بکنید. صدای من رو میشنوید؟ من فکر میکنم که شما روی خط هستید. ما صدای شما رو داریم. اگر شما صدای ما رو دارید میتونید شروع به صحبت کردن کنید. خب، ظاهراً مشکلی در برقراری ارتباط با بیننده‌ای داریم که برای چندمین بار تماس میگیرن با استدیوی پخش مستقیم. یک میان برنامه میبینیم. با ما باشید. بعد از میان برنامه خواهیم پرداخت به نظرات شما عزیزان که به صورت فایل صوتی برای ما ارسال کرد. قدم به قدم مردم به خوبی برجام رو مردم لمس میکنن، رسانه های منصف هم لمس میکنن، اما خب برخی از رسانه ها خیلی سختشونه. آخه یه مدتی چیز دیگه گفتن به مردم، حالا یه واقعیت دیگری مشهود شده، براشون خیلی سخته واقعیت رو به همون جوری که هست برای مردم توضیح بدن. برجام رو شما احساس کردید؟ بله. برجام نه احساس نکردید؟ تقریبا. یه در جهت مثبت هست؟ بله. رفته رفته بهتر میشه. کلا تغییری نکرده بخوره. اصلا. خیلی دقیق گفتم که اصلا. من اگه بخوام دقیق‌تر سوال بکنم، برجام رو شما احساسش می‌کنید؟ نه. یه تو زندگیتون تاثیره؟ نه. میگم تو بدتر شده. فکر می‌کنم برای بر من اینجوری بوده، نظر من اینه. هنوز نه. متاسفانه هنوز نه. ما که نه. همسرم کارمنده، فرق نمی‌کنه. یعنی چه قبل و چه الان فرق نمی‌کنه. الان فعلا روند زندگی هم می‌گیم. برجام رو شما احساسش کردی؟ 100% تاثیر داشته. تاثیرش در جهت مثبت بود؟ والا در جهت مثبت بود. یعنی اگه بخوام دقیق‌تر بگم، برجام رو زندگی خودتون احساس کردی؟ بله. در چه جهتی؟ در جهت مثبت یا منفی دیگه. اگر بخوام الان دقیق‌تر بگم، برجام رو احساسش کردی تو زندگیتون؟ نه. نه، فقط اثر روی روانی گذاشته. اثر احساسی نداشته. برجام رو شما احساس کردی؟ آقا برجام باید چیزی تغییر کنه. ما بگیم برجام موقعی که چیزی تغییر نمی‌کنه، ما تحریم لغو میشه ولی تحریم سر جاشه.
همه چی گرونه. ما بگیم مثلا دلار بشه 3300 ارزون بشه، نه همه چی سر جاش. برجام تو زندگیتون احساس کردی؟ نه فعلا. برجام رو زندگیتون احساس کردی؟ برجام اما اینقدر جیبای آقایون گله گشاده به ما چیزی نمیرسه. نسبت به دوره قبل که قبل از برجام بهتر رو هستش بوده، ولی نه اونجور که یه دفعه آدم احساس کنه. نه فعلا داره یواش یواش طول میکشه تا این وضع مملکت، وضع اقتصادی بهتر بشه. تحریم ها خیلی بدتر کرد وضع اقتصادی خانواده ما رو، ولی اوضاعمون رفته رفته، یعنی ما خودمون تغییر کردیم، اصلا کاری به سیاست اینجا چیز داریم، ما خودمون تغییر کردیم، الان اوضاعمون خیلی بهتر. خب میگم این سیستم الان یعنی بعد از برجام و قبل برجام شما احساس خاصی دارید نسبت به؟ نه نه هیچی، ما هنوز خیلی تاثیر نداشت. یه نبا میگن گوشایی سویفت گفتن که باز شده، ولی چند روز پیش که اخوان من گوش میکردم که اکثر بانگا باید معترض باید که هنوز فیکیش هنوز برقرار نشده. برجام رو احساس کردی؟ آره. یعنی در جهت مثبت بوده یا منفی؟ مثبت. برجام رو احساس کردی؟ برجام هنوز چیزی تو مملکت ما نیومده، حرفش هست اما هنوز چیزی نیومده. یعنی فعلا احساسش نیومده؟ نه. برجام زندگیتون احساس کردی؟ نه همون جوریه. من خودم مغازه دارم ولی خب کلن بازار خیلی خراب شده. برجام رو احساسش میکنی چون؟ نه هنوز تو اصلا این مدت که حالا از اون موقعی که به گوش رسیده نه هیچ اتفاق نیافتاده، چون یه درصد هم به نظر من هنوز اتفاق نیافتاده تو بازار تو اقتصادی کشور. نه نه پسشون نه بعدشون، نه پس برجام نه بعد قبل برجام، نه تغییر پس نکرد. برجام رو احساس کردی؟ نه. آره زود ایشون در جریان با خدا، من زیاد توی مسائل نیستم. شما برجام احساس کردی؟ برجام همین که میبینی مردم رویشون فرق کرده، به خوشحالن، حالا یا امیدوارن یا دلخوشن، باعث خوشحالی. برجام رو احساس کردیم ولی هنوز انگار خیر و برکتش به ثمر نشسته، هنوز نتونسته اون تأثیر آنچنانی که بذاره رو زندگیمون نذاشته. نه 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 همونه که بود، هیچ فرقی نداره. همتش باید دولت بکنه، دولت همه ریشه از اونجاست. برجام رو احساس کردی شما؟ نه احساس نکنم. تا اینجا کاری چه احساس نکنم؟ نه برجام تاثیر داشته؟ یعنی احساسش کردی؟ نمیدونم بابا خودتون چی فکر کنید؟ نزاشته مسلما مردم هم همینجوری بوده. شما ها نزاره؟ تاثیر مثبت یا منفی؟ منفی. مایل بدتر شده؟ 100% بدتر شده، تورم خیلی بیشتر همیشه گرمتر. یعنی احساس کردید پس برجام رو؟ خیلی زیاد، کم هم نبوده، خیلی زیاد. برجام میشه گفت تقریبا، نه زیاد. خب این چیزیه که تو مرور زمان خودشو نشون میده، فکر نکنم تا الان تو جامعه احساس نشده این مادر برجام. برجام رو احساسش کردید شما؟ این مقا فعلم ما که احساس نکرد. من یک سال بیکارم اینجوری بگم که بقیه رو نمیدیم، بقیه هم بکنم مثل من هم احساسش کردید برجام رو؟ آره تا الان من دیدم، لمسش کردم. برجام واقعا موفقیت بزرگی بوده برای دولت، اما اینکه اینجور وانمود کنیم که قراره پس از برجام همه مشکلات حل بشه، نه چنین چیزی نبود. من خواستم برجام رو احساسش کردید شما؟ نه. یعنی قبلش با بعدش بر شما؟ نه تو شرایط اقتصادی که ما تأثیری ندیدیم. نمیدونم حالا دیگه چی. برجام و نسبت به قبل از برجام تغییرات بهتری داشتیم، ولی خب دیگه حالا کم هنوز احساس آنچنانی که بگیم خیلی تغییر کردیم نه. برجام رو شما احساسش کردی؟ برجام هنوز اجرایی کامل نشده که بخوام احساس بکنیم، ولی تا حدودی توی صنعت خودروسازی و اینها میشه احساس کرد. بگم دو سال پیش وضعی نبود بهتر از این، الان شده کارم شده دست فروشی رو کف بزنن دیگه. بعد مغازه‌ای که چرمی که ما داشتیم زمین خورده،
بازار چرم ما روزی 3000 اشپارت می‌زدیم، الان چه روزی 300 تا. یعنی کارگرای چرم سازی دیگه خالی شده. الان شما تو چرمشهر ورامین برید، کارخونه خوابیده. کارخونه‌ای که ما داشتیم ایتالیا از ما خرید می‌کرد، ترکیه از ما خرید می‌کرد، الان همون کیفیت ترکی داریم یه دو برابر قیمت مردم میان ترک می‌خرن. تأثیری نداشت. من به نظر من مردم یه مقدار اوضاعشون نامیزون‌تر هم شده. الان من خودم توی سنفی دارم کار می‌کنم دیگه. پول نداره کسی. بابای دارم حرف می‌زنم. قدم به قدم مردم به خوبی برجام رو مردم لمس میکنن، رسانه های منصف هم لمس میکنن، اما خب برخی از رسانه ها خیلی سختشونه. آخه یه مدتی چیز دیگه گفتن به مردم، حالا یه واقعیت دیگری مشهود شده، براشون خیلی سخته واقعیت رو به همون جوری که هست برای مردم توضیح بدن. در استودیوی پخش مستقیم هستیم بینندگان گرامی. حدود 45 دقیقه دیگه از این برنامه وقت باقی مونده. بیننده‌ای رو روی خط داریم. سلام میکنم به شما، خوش آمدید به این برنامه. سلام میکنم به شما، ممنون از برنامه خودتون. روی خط هستید، میتونید صحبت کنید، نظرتون رو در رابطه با صحبت‌های حسن روحانی در مجمع سازمان ملل روی خط میتونید بفرمایید. بله، من قبل از اینکه اون در مورد صحبت ایشان حرفی بزنم، میخواستم نظرمو در یه نکته‌ای در مورد این عکسی که منتشر کردید، خانم ترسا می نخست وزیر انگلیس و آقای روحانی که کنار هم نشستن، میخواستم چند کلمی در مورد این صحبت بکنم. بله بفرمایید. خانم ترسا می از تخم و ترکه سیاسی مارگارت تاچر که تا آخرین لحظات از آپارتاید نژادی در آفریقای جنوبی حمایت کرد، یکی از آخرین دولت‌هایی بود که خلاصه کنار کشید از این حکومت آپارتاید نژادی در آفریقای جنوبی. خانم ترسا می هم نخست وزیر دست راستی انگلیس، اونم همینطوری، میشه یکی از آخرین دولت‌هایی و آخرین شخصیت‌هایی که از حکومت آپارتاید جنسی جمهوری اسلامی و یه آدم کثیفی مثل همین آقای روحانی دست برداره. اینا نمایندگان مردم نیستن. نه خانم ترسا می نماینده مردم شریف انگلیسه و نه آقای روحانی نماینده مردم ایرانه. هر دوشون نمایندگان بازارن، یه بازاری که از تمام خون رو انداختن توی دنیا، توی ایران که وضعیت و مردم میدونن دیگه نمیخوام توضیح بدم، توی انگلیس هم همین خانم ترسا می و دولتش، دولت کنسرواتیوش، توی چند سال اخیر جان 10,000 آدم معلول رو گرفتن به خاطر فشارهای اقتصادی که روی اینا گذاشتن و این سیاست ریاضتی که توی انگلیس به راه انداختن. هر روز توی انگلیس هم مبارزه مردم زحمت کش و حق به جانب انگلیس هم هست علیه همین دولت. مسلما خیلی تفاوت است بین دولت انگلیس و دولت جمهوری اسلامی، ولی این دو نفر که یه خورده فشار بهشون، بخصوص به دولت انگلیس، فشار بازار روی اینا میاد، فوری میپره توی تخت خواب با آقای تخت خواب سیاسی منظورمه، با آقای که این روحانی مشکل داره با ترکیه، میپرآویزان میشه به جمهوری اسلامی. این وسط به سر مردم ایران چی میاد؟ این وسط زندانیای سیاسی در رو به روی زندانیای سیاسی میبندن، این وسط مردم رو سرکوب میکنن، آپارتاید جنسی دیگه دست بردار نیستن، نمیذارن حتی زنها دوچرخه سواری بکنن توی ایران. اینا براشون مهم نیست، انسانیت به هیچ وجه براشون مهم نیست. خب الان شما یه اشاره کردید به دو مقام از دولت انگلیس و دولت جمهوری اسلامی که در واقع گفتید سیاست‌های این دولت‌ها و این مقامات دنیا رو به خون کشیده. یه سوال برنامه ما همینه که شما چه ارزیابی از سیاست‌های حکومت جمهوری اسلامی در ترویج ایدئولوژی نفرت
و حمایت از تروریست در منطقه خاورمیانه دارید؟ جمهوری اسلامی یکی از پایه‌های اصلی تروریسم اسلامی توی کل دنیا بوده و هنوز هم هست. بالاخره نمیدونم، باز هم برمیگردم به این مثلا، مثلا یه چیزی مثل سازمان ملل که الان ایشان رفتن توی سازمان ملل نماینده و همین بازاری ها و همین تروریست ها اونجا جمع شدن. چون اگر واقعا اینا با تروریسم اسلامی توی منطقه مشکل دارن، چه جمهوری اسلامی چی کار میکنه توی سازمان ملل؟ باهاش چرا رابطه برقرار میکنن؟ کم مدرک دارن که جمهوری اسلامی اسلحه میفرسته به آفریقای مرکزی و به خاورمیانه؟ کم مدرک هست، کم سابقش هست. چرا هنوز اینا رو راه میدن، جلوش فرش قرمز پهن میکنن و میرن باهاش دست میدن؟ این دست دادن شیاطین با هم دیگه است که تروریسم اسلامی هم بخشی از بازار پول در آوردنشونه. چیز عجیب غریبی نیست. توی انگلیس هم همین داستان هست. منم باز هم مثلا دارم میگم توی انگلیس برخلاف دستگاه حاکم که از نمیدونم آدم سرشون میخارونه ازش مطلعن، نمیدونن واقعا که این تروریست‌ها از کجا دارن در میان، نمیدونن که داعش چند سال داره میگردونه یک کشور رو، داره میگردونه نفتشو به کجا میفروشه، نمیدونم از کجا پول در میاره، با کی معامله میکنه، واقعا نمیدونن. اینا مسلمه میدونن، ولی خب همینطور که گفتم این سازمان ملل هم جمعی از نمایندگان همین بازار و همین حکومت‌های کثیفه که بلند شدن، نه نمایندگان مردم، که دستشون توی همین جنایت‌ها اینا هم هست. و اینایی که میان پشت دوربین حرف از چه میدونم یه تغییراتی میکنن اینا، دیگه کسی باورش نمیشه. یه نکته‌ای هم که کاربرا گفته بودن و شنیدم، خیلی جالب بود، در مورد قول‌های انتخاباتیه، وعده‌های انتخاباتی، بله، قول و قرارهای انتخاباتی خانم شوخیشون گرفته. دروغ، یعنی دروغای پیش از انتخاباتی دیگه شده یه سنت سیاسی توی حکومت‌های سرمایه‌داری امروزی. خانم ترسا می و حزبش هم قبل از انتخاباتشون کلی دروغ گفتن به مردم و تقلب هم کردن توی انتخاباتشون، بازم هنوزم سر کارن و هنوزم دارن کارشونو میکنن. مردم هم که اعتراض میکنن بالاخره پلیس میدارن میندازن به جان مردم. بله، پس شما معتقدی که کلا وعده های انتخاباتی دروغی بیش نیست برای اینکه این افراد و به هر حال اون کسی که میخواد بیاد رئیس جمهور بشه صرفا بیاد بر مسند قدرت بشینه؟ نظر شما اینه؟ خیلی ممنون که روی خط اومدید، 30 ثانیه فرصت دارید نظرتون رو خلاصه بکنید. نظر من اینه که برنامه شما خیلی جالبه، خیلی ممنون. مرسی، متشکرم از اینکه پای این برنامه هستید و ما رو همراهی میکنید. صحبت بیننده‌ای که همراهی میکنن این برنامه رو شنیدید در رابطه با وعده های انتخاباتی که مستثنا نیستند رئیس جمهورها در کشورهای مختلف از اینکه یه وعده‌ای رو میدن میان بر مسند قدرت میشینن و اونو عملیش نمیکنن. و فوکوس این بیننده، تمرکز بیننده روی این بود که اساساً چرا باید اصلا جمهوری اسلامی رو توی یک همچین مجامعی راه بدن، سران جمهوری اسلامی رو راه بدن، در صورتی که میدونن این گونه حکومت‌ها و دولت‌ها دست به در تروریسمی که در خاورمیانه ما شاهدش هستیم نقش دارن. شنیدید و شنیدید، شما هم همچنان میتونید که نظراتتون رو برای ما ارسال بکنید از طریق شماره تلفن 2046-739-68-1438، اپلیکیشن های واتساپ و تلگرام. ظاهرا نظراتی که برای ما ارسال کردید آماده هست. میشنویم نظرات بیننده. بینندگان این برنامه پخش مستقیم رو که از طریق فایل صوتی برای ما ارسال کردن. ما نمیتونیم فکر میکنم که چشمانداز روشن آینده ایران رو خب مشخصا
ما نمیتونیم در سیاست های هیچ کدوم از باند های حاکم بر ایران ببینیم. در پاسخ به سوال برنامه‌تون که چه راهی میتونه تضمین آینده روشن رو برای جامعه ایران داشته باشه، مشخصا متحد شدن، سازماندهی و مبارزه تا سرنگونی رژیم حاکم بر ایران تنها راه تضمین آینده ای روشن و بهتر برای جامعه ایران هستش. ما هر سال شاهد هستیم که نمایندگان و رؤسای جمهور کشورهای مختلف در صحن مجمع عمومی سازمان ملل هر کدوم میان و خودشون رو نمایندگان دموکراسی در دنیا معرفی میکنن و این در واقعیت خب یه چیز دیگه است و ما شاهدیم که تو ترکیه، تو ایران، تو عربستان این جوامع داره به چه سمتی پیش میره و مبارزات بخش‌های مختلف و تو این جوامع ما شاهد هستیم. در رابطه با برجام هم که خب برجام برخلاف حرفای روحانی تا به امروز هیچ تأثیر رو در معیشت و زندگی جامعه ایران نداشته و این تنها دست باندهای اقتصادی ایران رو بازسر کرده که در تلاش هستن تا با برقراری ارتباط با کشورهای دیگه مناسبات اقتصادی خودشون رو پیش ببرن. سلام، نظر من راجع به برجام که توانست تأثیرش رو تو زندگی و معیشت مردم بذاره این بود که در واقع جمهوری اسلامی اون وعده وعیدایی داده بود که ما میتونیم در واقع بعد از توافقات به یه زندگی نسبتا ایدئال میرسیم برای مردم و وعده‌ای این چنینی داده بود. ما واقعا خودمون همه میدونیم و میبینیم که نتونسته به اون وعده‌ای که داده بود انجام بده و در مورد بحران جمهوری اسلامی ما شاهد این هستیم که روز به روز بحران جمهوری اسلامی نسبت به تمام مسائل بدتر داره میشه و از لحاظ امنیت در خاورمیانه هم که روز به روز داره بدتر میشه، یعنی هر لحظه امکان جنگ، هر لحظه امکان بمب گذاری شدن داخل کشور، یعنی و این آرامش نسبی که تو ایران بود همین هم داره از بین میره و ما بحرانایی که بحران اقتصادی رو داریم به عینم میبینیم و تورمی که روز به روز روی کوچکترین محصولات مشاهده تغییرات هستیم و از بعد فرهنگی نگاه بکنیم، از بعد اجتماعی نگاه بکنیم، فاصله دولت جمهوری اسلامی با مردم روز به روز داره بیشتر میشه، یعنی روز به روز مخالفای جمهوری اسلامی چه در داخل خود کشور چه در بیرون داره روز به روز بیشتر میشه و مردم به یک آگاهی دارن میرسن که میدونن که چی در انتظارشون هست و وعده‌های روحانی که داده بود نسبت به تغییرات دولت، تغییرات نسبی که می‌خواست ایجاد بکنه به نظرم خیلی تغییراتش کم بود، یعنی شاید ما بتونیم بگیم که 1% تونست به در واقع وعده‌هایی که داده بود برسه. تا بخش به نظر من بخش بزرگ این مشکل بحث اقتصاد ایرانه، چون واقعا اقتصاد جمهوری اسلامی که در نظر گرفته و کاری که داره میکنه از ریشه خرابه، یعنی ما نمیتونیم بگیم که اگر مثلا اقتصاد هم مثلا مشکل زنان بود یا مثل مشکل اینچنینی بود حتما جمهوری اسلامی میاد همونو خفقان میکرد یا یه برخورد سرکوبانه انجام میداد و اون رو جلوشو میگرفت، ولی بحث اقتصاد واقعا متفاوته، یعنی یه چیزی که باید باشه که از ریشه اصلاح بشه، یه سری تصمیماتی باید گرفته بشه از ریشه و اصلاح بشه و این وعده روحانی که به نظر مهمترینش بحث اقتصادیه واقعا تغییر آنچنانی ما نمیبینیم و حتی به نسبی مثلا بخش نسبت به بیکاری که قرار بود به در واقع برطرف کنه ما میبینیم که الان خیلی از دانشجوهامون اونا خیلی یا بیکار هستن و با این مشکل دارن روز به روز دست و پنجه نرم میکنن
و الان در کل میشه گفت جمهوری اسلامی به این نقطه رسیده که از در واقع به هیچ کدوم از نیازهای جامعه نمیتونه پاسخگو باشه و شرایط بدی رو پیش رو داره. مرسی از برنامه خودت. با سلام. من فکر میکنم این سخنان حسن روحانی که رفته تو سازمان ملل گفته که برجامی تاثیر با برجام یعنی آمریکا اومده عدشکنی کرده، به نظر من اصلا این برنامه برجام و اینا همش این برنامه واسه بازی دادن مردم، چون اصلا هیچ وضع مردم اصلا هیچ نه بهتر شده، همون مثل قبله، هیچ فرقی هم نکرده. اینا فقط یه بازی دادنه، یه بازی های سیاسیه که دارن سر مردم رو گرم میکنن. اینا میره جلوی سازمان ملل پشت تریبون اعلام میکنه اونا عهدشون عمل نکردن. اینا به نظر من همش بازیه، چون اینا با هم اینجا قرارداد بستن که مثلا یه سری چیزا رو رعایت کنن. اصلا اینا به نظر من یه سری بازی های سیاسیه که اینا دارن سر مردم رو گول میبالن. اینا سلام میکنم خدمتتون، ممنونم از برنامه خوبتون. خب به نظر من برجام یه قراردادی هستش که حق غنی‌سازی اورانیوم رو از ایران گرفت و خطر تبدیل شدن ایران رو به یک قدرت هسته‌ای کاست. در عوض یه چند تا هواپیما به ایران میدن، هواپیمای مسافربری و یه مشت قول، که حتی اگر در نظر بگیریم این قولها اراده بین‌المللی وجود داشته باشه برای اینکه قولها رو عملی کنه، باز هم مشکل اقتصاد ایران حل نمیشه. برای اینکه مشکل اقتصاد ایران بد عمل کردن امریکا نیست یا پنج کشور دیگه، مشکل اقتصاد ایران توی نظام سیاسی ایرانه. برای اینکه مشکل اقتصاد ایران عدم قوانین درست و آبستن بودن جامعه به حوادث متعدده. بنابراین سرمایه یک وضع نابسامانی میبینه، ثبات نمیبینه در طولانی مدت، بنابراین وارد هم نمیشه. اینکه گروه های سیاسی تو ایران چه وضعی دارن، خب فشارها از قبل بیشتر شده به گروه های آزادی خواه، مطبوعات و به جامعه مدنی. علتش هم این است که به هر حال این ریشه در بحران درونی جمهوری اسلامی داره. خب اینا یه سری دو تا حزبن، یک سری طرفدار اصلاحاتن که آقا ما باید به جامعه جهانی بپیوندیم، اصلاحات انجام بدیم، وضع اقتصادیمون خوب بشه. یه دم میگن خب نه، اگه ما تندرو هم میگن خب اگه ما بپیوندیم حل میشیم و از بین میریم، مثلا همین قدرتی هم بیداریم از همون میگیرن و مردم هم نمیذارن ما پاور جا بمونیم. در نتیجه همین وضعیت رو ادامه بدیم و همین اختناق رو داشته باشیم و همین وضعیت رو ادامه بدیم بهتره. خب با توجه به همه اینها، اونها هم تندروها منظورمه که زورشون به هر حال میچربه، به خاطر اینکه اونور گروهشون رهبر نظام ایران هستش به علاوه قدرت های علاوه شاخص های نظامی و ارتش و سپاه و اینجور چیزا. و اینکه آلترناتیو از نظر من هیچ کدوم از اینها نیست. به نظر من نه اصلاحات نه تندروها میتونن آینده ایران رو تامین کنن. آینده ایران با رفتن اسلام سیاسی از ایران تامین میشه. ممنون از برنامه خودتون، خدا نگهدار. با سلام خدمت دوستان، به نظر من این شکست به دلیل بحران‌های جمهوری اسلامیه که یکی از این بحران‌ها و اصلی‌ترین آنها دخالت‌های خامنه‌ای در امور سیاسیه و دیگری میتونه به دلیل دو دستگی در نظام جمهوری اسلامی باشه که بین اصولگرایان و اصلاح طلبانه، که اونا اصلاح طلبان میخوان یه مقدار به مردم آزادی بدن، یه مقدار مردم رو با آزادی دادن و بهشون راضی نگه دارن، اما اصولگرها همیشه میخوان به صورت سرکوب و یه جوری مردم رو از خواسته های خودشون دور کنن و اونا رو به عقب برونن. و در مورد اینکه آینده
سیاسی ایران چجوری میتونه روشن بشه؟ به نظر من هیچ کدامه. چرا؟ چون که در صورت فقط رخ دادن یک انقلاب مردمی میتونه آینده ایران روشن بشه و یه آینده خوبی مثلا داشته باشه. البته انقلابی که مردم در انتخاب دولت نقش اصلی داشته باشن، نه اینکه مثل دوره قبلی که یه انقلابی داشت رخ میداد و یه حکومت اسلامی اونو سرکوب کرد. قبل از هر چیز سلام عرض می کنم به خدمت بینندگان تلویزیون کانال جدید. می خواستم در مورد موضوع برنامه‌تان که حضور حسن روحانی رئیس جمهور در 71مین مجمع عمومی سازمان ملل صحبت کنم. به طور کلی اشاره می کنم تا زیاد وقتتون رو نگیرم. نکته اول اینکه روحانی به تحقق برجام افتخار می کنه و مدام اون رو به رخ مردم می کشه. باید بگم که به نظر من برجام یک عقب نشینی آشکار بود که به حکومت تحمیل شد، چون حکومت اون موقعیتش بسیار متزلزل بود. تحقق برجام تونست فشارهای حکومتی رو تا حدی کم کنه، اما در واقعیت امر بر زندگی مردم، بر معیشت مردم و شرایط اقتصادی جز رکود و جز افت سطح زندگی، بیکاری و گرانی بر واقعیت امر ارمغانی نداشت. اینکه روحانی ادعا میکنه که آمریکا به تعهداتش عمل نمیکنه، به نظر من یک توجیهه که میخواهند واقعیت مشکلات درونی حکومت رو، مشکلاتی که جمهوری اسلامی داره، به نوعی فرافکنی کنن، به مقصر دیگران را مقصر جلوه دهن. در واقعیت امر مشکل ما در ساختار جمهوری اسلامی در نوع تفکرش و نوع عمل کردش هست. اما نکته دوم اینی که روحانی در مجمع سازمان ملل ادعا میکنه که ایران مهد دموکراسی و ثبات امنیته. برای هر کسی که در ایران زندگی میکنه این دروغ به شدت بیشرمانه و وقیحانه است. در واقعیت امر ما همه که در ایران زندگی میکنیم با گوشت و پوست و استخوان اینو لمس میکنیم و درک میکنیم. در جامعه ایران واقعیتش اثری از دموکراسی نیست. اگر واقعا دموکراسی بود، ما طول مرحله هستیم که زنان نمیتوانند دوچرخ سواری محرومند. نمیدانم چه برسد به آزادی بیان. نمیدانم اینها با چه توجیهات این دروغهای وقیحانه را سرهم میکنند. ما هر روز شاهدیم که دستگیر روزنامه میاد. ما هر روز شاهد دستگیر روزنامه نگاران والین مدنی هستی. شما اگر توجه کنین آمار اعدام جمهوری اسلامی بسیار وحشتناکه. ایران مقام دوم در سطح دنیا داره بعد از چین. البته از نظر جمعیتی اگر حساب کنیم ایران مقام اولو داره. این تا این حد جامعه ایران را به ورطه نابودی کشندن و این ادعاهای واقعا وقیحانه و شعر وقیحانه که هر انسانی از این ادعاهای وقیحانه حالش به هم میخوره. اما نکته سوم این که روحانی عربستان را به ترویج ایدولوژی نفرت و حمایت از تروریسم متهم میکنه، به نظرم روحانی راست میگه. این یک تکه از پازله، به این یک تکه از پازل اشاره میکنه، اما تکه این دیگر این پازل خود جمهوری اسلامیه. یکی از حمایت کنندگان تروریسم اسلامی در منطقه است که کوشش میکنه نفوذ و جای پای برای خودش در منطقه به تاوان آواره مردم منطقه دست و پا کنه. در ماهیت امر این بنیادگرای اسلامی است که یک سرش عربستانه، یک سرش ایرانه، که اون جنبش اسلامی که میخوان کل منطقه رو به یک جهنم واقعی بدل کردند. این رو هر ناظر بیطرفی میتونه به واقعیت، هر ناظر بیطرفی به این واقعیت ساده میتونه پی ببره که جنبش اسلامی چه افتضاحهایی در منطقه به بار آورده است. اما نکته آخر این که در ساختار جمهوری اسلامی اصلاح طلبان دست بالا را میگیرند و یا اصولگرایان، به نظر من فرقی در ماهیت قضیه نخواهد کرد، چون اصولا ساختار قدرت در ایران در حکومت جمهوری اسلامی در دست اصولگرایان اصلاح طلبان بیشتر تزیین برای تزیین مجالسند، برای ژست های دموکراتیک گرفتن
برای فریب دادن مردم به روش های مدرن، به روش های پیشرفته. در واقعیت همه ما شاهدیم که عملا اصلاح طلبان حکومتی ابزارها و پیچ مهرهای سفت کردن چارچوب های لق حکومتی هست، هیچ کنه کارهای دیگر ندارند. عملا چند سباهی به حاکمیت جمهوری اسلامی تداوم میبخشند و هیچ مزیتی، هیچ تغییری نمیشود از اینا انتظار داشت. من بابک شفق هستم، خیلی خوشحال شدم که به من وقت دادید. خیلی ممنون، تشکر. نظرات بینندگان این برنامه رو که به صورت فایل صوتی برای ما ارسال کردن. حدود 25 دقیقه دیگه از این برنامه وقت باقی مونده. نکته دیگه ای که میخوایم توی این بخش بهش اشاره بکنیم، واکنش سخنگوی فارسی زبان وزارت خارجه آمریکا بوده نسبت به صحبت‌های روحانی. علی‌رغم صحبت‌های روحانی که گفته آمریکا در انجام تعهداتش اهمال کرده، واکنش سخنگوی فارسی زبان وزارت خارجه آمریکا این بوده که آمریکا به تمام تعهداتش عمل کرده. و این رو چند ساعت بعد از سخنرانی رئیس جمهور حکومت اسلامی توی یک گزارشی گفته و اعلام کرده که آمریکا در اجرای تعهداتش بعد از توافق هسته‌ای کاملا خوش‌قول بوده و پایبند بوده به انجام تمام توافقاتی که در برجام صورت گرفته. این هم نکته قابل توجهی هست، دو نظر کاملا متفاوت. و ما شنیدیم نظرات بینندگان این برنامه رو که آیا تعهداتی که حسن روحانی نسبت میده به عمل نکردنش در رابطه با آمریکا باعث شکست سیاست برجام شده و یا اینکه نه، بحران‌هایی که جمهوری اسلامی در خودش داره هم از بحران‌های سیاسی و اقتصادی باعث شکست سیاست برجام بوده. غالب نظرات بینندگانی که برای ما فرستادن تمرکز روی بحران‌های داخلی حکومت جمهوری اسلامی بوده. توی این بخش باز می‌خوایم نظرات کاربران شبکه‌های اجتماعی رو مروری داشته باشیم و یک گزارش کوتاه آماده کرده اتاق فرمان که مربوط به چند ماه گذشته ولی اخیراً هست. پاسخ روحانی به یک خبرنگار در رابطه با برجام هست که وقتی این خبرنگار ازش میپرسه که برجام رو ما احساس نکردیم و باید در عمل این رو احساس میکردیم، روحانی با افتخار ادعا میکنه که برجام عملی شده و توسط مردم قابل درک و احساسه. ولی خب ما میبینیم که روز گذشته در یک نشست خبری و همچنین در 71 مجمع عمومی سازمان ملل ادعا میکنه که برجام اونطور که مد نظرش بوده به واسطه اهمال آمریکا در انجام تعهداتش پیش نرفته. گزارش آماده است ولی نظر چند کاربر شبکه‌های اجتماعی رو از میلاد جویا میشیم و بعد گزارش رو میبینیم. من نظراتی هست که توی همین مدتی که برنامه شروع شده در صفحات اینترنتی منتشر شده. کاربر گفته اگر حرفهایت درست بود، خطاب به حسن روحانی، و صداقت داشتی که مدیرانت حقوقهای نجومی نمی گرفتند، حسن روحانی خود فاسدترین فاسد هاست. کاربر دیگه ای گفته این آخوند شیاد برای چه کسانی این مزخرفات را گفت؟ 38 سال از جنایت در تمام دنیا، جنایات شما در تمام دنیا، آخوندها بنیانگذار ترور در جهان هستید. سعودی ها خیلی مانده است تا بتوانند به شما شیادان برسند و بتوانند با شما رقابت کنند.
کاربر دیگه گفته در کشور اسلامی ایران به برکت حکومت نایب امام زمان به سرکردگی آخوندها دزدی و غارت و اختلاس فراوان است. اعدام و شکنجه و سربه نیست کردن و قتل دگر اندیشان و آزادی خواهان از حد گذشته است. دروغ و ریا و انواع فساد هم بیداد می کند. تبریک به حسن روحانی. و در نامه هم اومده گفته که در واقع نظر طولانی تری داده، گفته که حسن روحانی نباید در سازمان ملل اجازه حضور داشته باشه. یک نظری که تو این بخش میخونم صحبتامو تمام میکنم. کاربر دیگه گفته تا جایی که ما ملت ایران میدانیم، شما با فرستادن مزدورانتان به مراسم حج قصد اخلال و خرابکاری در مراسم حج و بدنام کردن مردم عربستان نه دولت عربستان را داشتید و از ترس رسوایی جرأت اعتراض هم ندارید. شما متجاوزها قصد تصرف مکه، مدینه و همه دنیا را دارید. از خوردن ایران سیر نشده اید، قصد گرفتن سایر ممالک را هم دارید، اما کور خونده اید. ملت آگاه خاورمیانه فریب شما آخوندهای دزد و چپاولگر و دروغگو را نمیخورند. مردم ایران و عربستان و سایر کشورهای خاورمیانه باید متحد شوند و رژیمهای ضد بشری حاکم در این منطقه را مانند جمهوری اسلامی و آل سعود را سرنگون کنند. بله، ویدیو رو فکر میکنم آماده کرده اتاق فرمان. صحبت‌های حسن روحانی در رابطه با برجام در پاسخ به یک خبرنگار رو میبینیم. برمیگردیم به سری بخش مستقیم. سلام علیکم، رئیس جمهور. خسته نباشید. برگزاری انتخابات پرشور و آروم رو خدمت شما و دولت محترمتون تبریک عرض میکنم. بزرگی میگه که این که چیزی رو ما بگیم حقیقت نیست، حقیقت اون اتفاقیه که میفته. برای مثال اگه من بگم که با زدن این خودکار به این تریبون صدا میده، اون واقعیت نیست و هر وقت زدم و این صدا رو حس کردیم حقیقته. اقتصاد گویا از این معقوله خارج نیست. صحبت های حضرت عالی رو راجع به برجام شنیدم. باید بگم که گویا بعضی از کارشناسان داخلی معتقدن اونقدر که برجام در نهاد ریاست جمهوری زنده و پویا و کارا جلوه داده میشه، شاید در سلام علیکم رئیس جمهور خسته. بله، ظاهراً با مشکل فنی در این بخش مواجه شدیم. در پاسخ به این خبرنگار، حسن روحانی ادعا میکنه که مردم به خوبی برجام رو لمس میکنن و این لمس برجام رو از سوار شدن هواپیما، قطار و یک همچین چیزایی روحانی میگه که فکر میکنم قطعا دیده باشید. ولی اگر فرصت شد مشکل فنی رو رفع میکنیم، دوباره این گزارش رو پخش میکنیم. یه نگاه کوتاهی خواهیم داشت به وضعیت اقتصادی که آیا بهبود پیدا کرده در دوره حسن روحانی و بعد از برجام یا نه. ولی یک نکته ای که هست اینه که این برنامه حتما جنبندی خواهد داشت و به سوالاتی که در ابتدای برنامه پرسیدیم بینندگان این برنامه جواب دادن، هم ما هم در انتهای برنامه پاسخ خواهیم داشت و جنبندی خواهیم داشت. یک مرور مختصری داریم به وضعیت اقتصادی. خیلی سریع در واقع سعی خواهم کرد اول دو نقل قول از وعده های حسن روحانی رو بهش بپردازم، بعد در ادامه بپردازم به گزارش که منتشر شده از وضعیت اقتصادی در دوره حسن روحانی و مقایسش با دوره احمدی نژاد و دولت های قبلی. حسن روحانی مشخصا گفته بود دولت تدبیر و امید نخواهد گذاشت این همه جوان بیکار در مقابل خانواده و فرزندانشان شرمنده باشند. در جای دیگه حسن روحانی گفته ایجاد شغل نباید با من باشد که بیکار تبدیل به بیکار بدهکار شود. حسن روحانی جای دیگه گفته همین کارخانه های موجود در کشور اگر به جای 20% توان با 60% توان کار کنند، بخش اعظمی از مشکل اشتغال زایی در کشور حل می شود. نکته دیگه، نقل قول دیگه هم خیلی سریع بخونم. حسن روحانی گفته در ماه های ابتدایی آغاز به کار دولت تدبیر و امید موانع اثر راه تولید بر داشته خواهد شد. اینها در واقع صحبت هایی است و حالا صحبت های دیگه هم در همین رابطه حسن روحانی کرده. در واقع وعده هایی بوده که حسن روحانی در رابطه با بهبود وضع اقتصادی
قبل از اینکه به قدرت برسه داده بود. این در حالیه که در سال 2015 مؤسسه واشنگتن، در واقع مؤسسه به نام واشنگتن، اومده وضعیت اقتصادی ایران رو بررسی کرده، عمل کرده تیم اقتصادی حسن روحانی رو بسیار ناکارآمد ارزیابی کرده و گفته که حتی شاید احمدی نژاد بهتر میتونست مدیریت بکنه. یعنی در واقع اومده نتیجه گیری کرده که به هیچ وجه اون وضعیت اقتصادی که حسن روحانی مد نظرش بعدش داده بود تحقق پیدا نکرده و بخش عمدش به خاطر سوء مدیریت و تیم بد اقتصادی هست که حسن روحانی پیرامون خودش، البته این نظر اون واشنگتن در دقیقاً، یعنی میگفت اگه کسی با همین مشکلات حتی اگه مدیریت بهتری میکردن خیلی بهتر میتونستن وضعیت اقتصادی رو بهتر از این اداره بکنن. و در واقع نوک پیکان به دولت حسن روحانی هست. آمارهایی رو به عنوان مثال منتشر کرده، گفته قیمت کالاهای اساسی در 3 سال که در واقع حسن روحانی سر کار بوده 15% افزایش پیدا کرده، کالاهای غیر اساسی 35% و در واقع آمار در واقع نرخ رکورد، نرخ تورم رو در دولت حسن روحانی در شش ماه اول در واقع سال 2014 بررسی کرده و گفته که در واقع رکورددار هست به نوعی به لحاظ میزان تورم. میدونم وقت کم هست، بینندگان عزیز میتونن به همین وبسایت مؤسسه واشنگتن مراجعه بکنن و اونجا گزارش رو بخونن. آمارهای دیگه هم اونجا تهیه کرده که جالب هست، بینندگان خودشون میتونن اونجا از روی وبسایت بخونن. خب گزارشات زیادی تهیه میشه در داخل ایران مبنی بر اینکه آیا شما برجام رو لمس کردید یا نه. یک ویدیو کوتاه داریم در این زمینه. مردم در کوچه و خیابان میگن که آیا برجام رو لمس کردن یا نه. این گزارش کوتاه رو میبینیم، برمیگردیم به صدای پخش مستقیم و جمع‌بندی این برنامه رو خواهیم داشت. البته ما سعی کردیم این گزارش دو قسمت داشته باشیم، قسمت اولش رو برای شما پخش میکنیم، قسمت دومش رو هم اگر فرصت کردیم پخش میکنیم، اگر نه در برنامه های بعدی. آقا شما مشکل اقتصادی تو زندگی شخصیت داری؟ نداریم. برجام فکر میکنی توی رفع مشکلات اقتصادی مردم تأثیر داره؟ سیاست زیاد سر در نمیارم. توی زندگی شخصیتون مشکل اقتصادی دارید؟ نه. قبل برجام و بعد برجام تفاوتی احساس کردی؟ بله. آقا شما مشکل اقتصادی توی زندگی شخصیت داری؟ نه. نداریم؟ ندارم. برجام فکر میکنی توی رفع مشکلات اقتصادی مردم تأثیر داره؟ سیاست زیاد سر در نمیارم. توی زندگی شخصیتون مشکل اقتصادی دارید؟ نه. قبل برجام و بعد برجام تفاوتی احساس کردی؟ بله. چه تفاوتی؟ بازار بدتر شده. تغییر کرده ولی اونقدر که فکر میکردیم تغییر نکرد. فکر میکنی برجام توی رفع تحریم ها موثر بوده؟ خیر. بعد برجام فکر میکنید که تغییر توی زندگی مردم حل این مشکلاتشون اتفاق افتاده؟ نه، من بهبودی نمیبینم. باید منتظر بود، چون بالاخره برجام چیزیست که یه دفعه پیش نیومده. راکت کاسبی یا راکت، حالا من خودم چون بازارم هستم کلا بازار خابیده. من چیزی رو لمس نکردم. میشه گفت داشته، چرا نداشته؟ 100% داشته. اون موقع بعضمون بهتر بود. قبل برجام. آره. نه اصلا ما که همینه که بودیم هستیم. بعد برجام تأثیری روی وضع اقتصادی شما ایجاد شد؟ کاسبی چرا؟ بهتر شد. نه بدتر شد. آره به نظر من یه مقداری قدرت خرید مردم بیشتر شده. اون کاسب میگه که قدرت خرید مردم بیشتر شده. به نظرم یه مقداری از قبل قدرت خرید مردم بهتر شده، چون احتمالاً درآمدا بیشتر شده، قیمتا خیلی بالا نرفت، به نظرم میزان تورم کاهش داشت و اینا همش میگه که قدرت خرید مردم بهتر شده نسبت به قبل. وضعیت اقتصادی والا من اگه از نظر شخصی من میخوام بپرسی، من خودم میگم قبلا خیلی پول دست مردم بود، بهتر بود به نظر من، راحت‌تر خرید میکردن مردم، راحت‌تر قبل از برجام. ولی الان یه جوری شده که اصلا پولی وجود نداره. یعنی مردم، هر کسی میگه، رفیقای خودم هر کسی میگه آقا پول نیست، کاسبی نیست. چی بگم، زندگی مشکل شده دیگه خیلی. شما به عنوان مدیر این صرافی مشکل اقتصادی دارید خودتون؟ مشکل اقتصادی که ما فقط حالا بحث اینه که پولا رو که میخواییم برسونیم به دست مشتری یا بازرگان تو کشورهای دیگه یه مقدار سختی داریم. من یه سوال داشتم از مسئولین، مشکلاتمون به کنار، ولی من میخوام ببینم بعد از این مشکل اگه برجام
ایشالا با موفقیت انجام بشه، میخوام اینم برای زندگی مردم چه اتفاقی مهمی پیش میاد، کدوم از مشکلاتشون میخواد حل بشه؟ راستش نمیدونم، چون الان خیلی نه از مشکلات جوونا برای ازدواج کم شده، نه مشکلات مردم مثلا برای کار خیلی ریخته تو جامعه یا حقوق بالا. نمیدونم از چی میگم، چون من زیادم اخبار تماشا نمیکنم، شاید به خاطر اینه. چیزی که دارم تو جامعه لمس میکنم و زندگی میکنم دارم میگم. خب ببین، اگر صحبت از گشایش میگم، باید مردم ببینن، یعنی باید مردم اون چهره واقعی هر اتفاقی که میفته، اگر ارزونیه، اگر درصد قیمت ها میاد، باید نمایان بشه، یعنی مردم حس کنن. وقتی حس کردن میتونم بگم آقا این کار انجام شده، یعنی مردم باید بگن. خود کسی نباید بگه که بزرگ، هر کسی که این کار انجام بده نباید بگه، باید مردم تشخیص بدن که این کار شده یا نشده. ماشاءالله اونا آفتابو میبینن، ما نمیبینیم. چرا؟ چیزی میبینن که ما نمیبینیم. چی بله مردم چی خوب شده که آخه فکر میکنن گشایشی شده یا چیزی شده؟ گرونی که سر جاش هست، همه چی هم که همون جوری که قیمتا میره بالا، هیچ فرقی نکرده برای مردم. والا ما که چیزی ندیدیم، شما خودتون دیدید؟ والا من که متوجه چیزی نشدم، واقعا همون شاید یه مقدار مشکل تر شده که فعلا آسون تر نشده. خب یه مقدار از نظر روانی راحت شده بودیم، یه مقدار مثلا میگفتیم که خب مشکلات داره حل میشه، میگفتیم خب نظر راحت تر پولامون رو میتونیم ارسال کنیم، میتونیم دریافت کنیم. اصلا خود مقام را در استدیوی پخش مستقیم هستیم بینندگان گرامی. در این بخش جمع‌بندی می‌کنیم این برنامه رو، پاسخ سوالات رو میدیم. حدود 12 دقیقه دیگه از این برنامه وقت باقی مونده که این 12 دقیقه رو با کیان آذر ادامه میدیم. سلام کیان، خوش آمدید. سلام میکنم به چینین جان، امیدوارم حالت خوب باشه، همچنین به میلاد و بینندگان عزیز. بسیار عالی. اولین سوال رو میخوام این بپرسم که خب ما معتقد نیستیم که شکست برجام به دلیل عدم تعهدات دولت ایالات متحده آمریکا بوده، ولی میخوایم بریم به این سمت که ببینیم شکست برجام دقیقاً چطور به خود جمهوری اسلامی ربط داره. ببین، مسئله به این صورت هستش که جمهوری اسلامی دیگه نمیتونست پروژه اتمی خودش رو ادامه بده و مجبور بود این عقب نشین رو بکنه، به این دلیل که فضای داخل کشور به شدت به اصطلاح تحت فشار فضای داخل کشور بود، از طرف دیگه دولت‌های به اصطلاح غربی به نمایندگی که نمایندگیشون رو 5+1 داشتن شدیداً جمهوری اسلامی رو تحت فشار قرار داده بودن و ادامه اون وضعیت ممکن نبود واسه این حکومت و این گزینه اجباراً در مقابل تمام جناح‌های جمهوری اسلامی قرار داشت که به قول خودشون نرمش قهرمانانه رو کنن، یعنی کوتاه بیان از پروژه اتمیشون. این به معنی این نیست البته که جمهوری اسلامی به اصطلاح منصرف شده از داشتن بمب اتم یا اینکه ادامه بده پروژه اتمیش رو، ولی براش ممکن نبود که بخواد ادامه بده، چون توی شرایط بسیار بغرنج قرار گرفته بود. میگم ادامه اون وضعیت دیگه ممکن نبود. به خاطر همین این مسئله برجام که حالا میخوام بازشم بکنم، چندان به اینکه شکست خورده یا نخورده و اینا، این مسئله بود که میگم نقطه پایانی بود که جمهوری اسلامی دیگه نمیتونست اون مسیر رو ادامه بده. اما اگر بخوام بیام سر این نکته اشاره بکنم، الان مباحث مختلفی در رابطه با مثلا دولت روحانی وجود داره. به هر ترتیب دولت روحانی یک حالت خاکریز مانندی رو داشت، این نقش رو داشت ایفا میکرد مثل یک خاکریز که در مقابل به اصطلاح مردم ایران قرار بگیره در وهله اول، چون بزرگترین و مهمترین مشکل جمهوری اسلامی در دوره‌های قبلی و در حال حاضر مردم ایران هستند، یعنی بخش عظیمی از جامعه ایران که معترض هست و شرایط موجود رو نمیخواد. و همونطور که گفتم اساساً حسن روحانی و تیمش و اون جنایی که به ترتیب رفسنجانی پشت این مسئله هست و تونست یه بخش
بخشی از اصلاح طلبها رو حول خودش جمع بکنه، برای این بود که یک خاکریزی رو به وجود بیاره که به یه نوع این ممانعت بکنه به حمله های وسیع تری از طرف به اصطلاح جنبش های مبارزاتی توی ایران و در مقابل جمهوری اسلامی قرار گرفته بود. و نکته ای که هست، اقدام بعدی که قرار بود حسن روحانی بکنه، اون وضعیت بغرنجی که توی جمهوری اسلامی تو عرصه بین المللی پیدا کرده بود که میگم هر ماه وضعیت میشد بگه هر هفته دیگه وضعیت بدتر میشه واسه این حکومت، رو یه جوری حل و فصل بکنه و این پرچم رو گرفت دستش که میرم و چیکار میکنم، کوتاه میایم و از این شرایط میایم بیرون. و الان اساسا هم صحبتش در این رابطه هست، یعنی جناح رفسنجانی و حسن روحانی دارن روی این خط میرن جلو که ما میخوایم جمهوری اسلامی رو تبدیل به یک دولت متعارف سرمایه‌داری بکنیم که یک اولا امنیت توی جغرافیای اصلا سیاسی ایران وجود داشته باشه که سرمایه‌گذاران بین‌المللی و حتی به قول اونها ایرانی که در خارج از کشور هستن بتونن بیان با خیال راحت سرمایه گذاری بکنن، و به هر ترتیب از طرف به اصطلاح بورژوازی بین المللی، از طرف به هر ترتیب دولت های بین المللی که در سطح جهانی تصمیم گیری میکنن به جمهوری اسلامی به عنوان یک دولتی که میخواد بیاد پای مذاکره و که کوتاه بیاد سازش بکنه و توی این چرخه جهانی سرمایه همراهی بکنه. تمام میگم کاری که حسن روحانی داره انجام میده این هستش که این ایمیج و این تصویر رو مرتب چیکار بکنه، ارائه بده. و از این طرف صفوف داخلی خودشون، یعنی جناحی که اینها متعلق به اون هستن، رو یه جوری متحد نگه داره و حتی اصلاح طلبانی که یه پله دورتر حتی هستن از این جناح رو امیدوار نگه داره که ما میتونیم این کار رو انجام بدیم و این تغییر رو به وجود بیاریم. اما این به اصطلاح جمهوری اسلامی مشکلاتش و بحرانهاش خیلی فراتر از این چیزا هستن که به اصطلاح نه تنها حسن روحانی، هر جناحی توی جمهوری اسلامی بخواد به اصطلاح این حکومت رو تبدیل بکنه به یک حکومت نرمال سرمایه داری که سوخت و ساز اون سرمایه داری متعارف جهانی رو داشته باشه، فضای امن درست بکنه برای سرمایه گذاران، سرمایه اونجا احساس امنیت بکنه، نه تنها احساس امنیت بکنه برای یک دوره بلند مدت، بلکه سوداوری براش داشته باشه که این توی در رابطه با ایران با این هویت سیاسی که این حکومت داره اصلا خانایی نداره. همین چند ماه گذشته ما شاهد این هستیم که هر دفعه یک بحرانی به وجود میاد، حکومتی که مبناش بر این هستش که صبح بلند میشه یک باندی از داخل اون حکومت دسیسه میچینه و بر مبنای یک به اصطلاح نفوذ سیاسی که داره یک کاری انجام میده که کودتا بر علیه اون بخش دیگه هست، هیچ سرمایه گذاری نمیتونه این احساس امنیت رو داشته باشه که به اصطلاح بیاد و سرمایه گذاری بکنه. سرمایه‌داری متعارف یعنی اینکه حرف اول و آخر رو بازار میزنه و بازار هستش که قانون تعیین میکنه که بر مبنای چجوری سود میبرن قوانین خودش رو هم اعمال میکنه توی اون جامعه. نمایندگان سیاسیش چیکار میکنن؟ اون قوانین رو پیش میبرن و وضع میکنن که این هیچ همخوانی با جمهوری اسلامی نداره. نکته بعدی، جامعه ای که به اصطلاح مدام طبق تحقیقات خود نهادی مثل آکسفام جامعه جنبش های مبارزاتی هست، آبستن تحولات سیاسی عمیقی هست، آبستن انقلاب هست، نمیتونه فضای امنی باشه برای سرمایه‌گذارها، سرمایه‌داران به اصطلاح بین‌المللی. یعنی میخوام بگم مجموعه ای از شرایط مختلفی که هویت سیاسی این حکومت مبنای اونها هست اجازه نمیده که این حکومت تبدیل به یک حکومت متعارف سرمایه‌داری بشه. و این نه ربطی به حسن روحانی داره نه به احمدی نژاد داره، و اینها بحران‌های به اصطلاح فراگیر این حکومت هستن که قابل حلن. خب حالا این سوال بعدی رو میخوام اینطور بهش پاسخ بدیم که خب ما توی همه دوره ها به شاهد سرکوب فعالین، روزنامه نگاران و افرادی بودیم که توی عرصه های مختلف فعالیت میکردن. خب این بحرانی که الان داریم ازش صحبت میکنیم توی دوره حسن روحانی چه تفاوتی با دوره های قبل داره که ما شاهد سرکوب های خیلی زیادی هستیم که حتی سازمان گزارشگران بیمرز محکوم کرده مقامات مسئول در جمهوری اسلامی رو به شدت فشار و سرکوب روی روزنامه نگاران و فعالین؟ اتفاقا این مسئله هم باز ربط داره به همون بحث قبلی که داشتم میگردم. جمهوری اسلامی نمیتونه
بره پای این مسئله که دموکرات باشه. نمیتونه ادعا کرده حسن روحانی که جمهوری بله. اسلامی مهد دموکراسی و ثبات و امنیت. بله خب از این حرفا به اصطلاح زیاد زده میشه. الان به اصطلاح اردوغان هم اومده گفته که در ترکیه به اصطلاح خیلی دموکراسی وجود داره و نمونه هست حسن سیستمی که داخل ترکیه هست. یعنی میخوام بگم که از این صحبت ها بسیار هیتلر هم از این صحبت ها خیلی انجام میداد. نکته اینجا هستش که میخوام بگم در ادامه صحبت‌های قبلی که داشتم انجام میدادم، این حکومت با سرکوب میتونه سرپا بمونه. کوچکترین به اصطلاح انعطافی بخواد این انجام بده، عقب نشینی بخواد انجام بده، این مصادف هست با پیشروی جامعه ایران، با پیشروی جنبش‌های مبارزاتی. یعنی کارگرها پا جلو می‌ذارن، معلم‌ها، پرستارا، به اصطلاح دانشجویان، جنبش‌های مبارزاتی که هستن پا جلو می‌ذارن، خواسته‌هاشون رو خیلی به قدرتمندانه مطرح می‌کنن. همین اتفاق داره همین امروز می‌افته علی‌رغم همین سرکوبایی که هست. می‌خوام بگم که این حکومت نمیتونه به اصطلاح نرمش نشون بده، عقب نشینی بکنه، نمیتونه سرکوب بکنه. این موقعیت به اصطلاح آچمزی هستش که این حکومت گرفتار شده و درگیری جناهاش هم که یکیش میگه که باید یه مقدار انعطاف خرج بدیم به خاطر اینکه به هر ترتیب جامعه نره به سمت به اصطلاح حالت رادیکال شد، رادیکالیزه شدن. اون یکی میگه اتفاقا اگر انعطاف خرج بدیم اون اتفاق خواهد افتاد، باید سرکوب بیشتری بکنه. یعنی استراتژی معین و واحد وجود نداره از طرف جناهای جمهوری اسلامی. میبینیم که هر مثلا جناهش یک داره استراتژی و سیاستی رو پیش میبره. اون میاد یه کاری رو طبق راهنمودی که داره انجام میده، اون جناح مقابل میاد با یه سخنرانی همه اونا میریزه به هم. خب حالا اینجا سوال آخرم میخوام مطرح کنم با توجه به اینکه فرصتمون هم کوتاهه. ما یک سوالی مطرح کردیم توی برنامه که چشم انداز روشن آینده ایران در سیاست‌های کدوم بخش از بیننده‌ها پرسیدیم، اصولگرایان، اصلاح طلبان، باند خامنه ای و سپاه پاسداران و سیاست‌های روحانی رفسنجانی که تو به تفصیل بازش کردی. یه بیننده پاسخ خیلی جالبی برای ما فرستادن که هیچ کدام از اینها و چشمانداز روشن آینده ایران در دست بردن به ریشه هاست، یعنی تغییرات ریشه‌ای. دو دقیقه فرصت داریم که نسبت به این پاسخ بیننده هم یه مقدار صحبت. یه نکته‌ای که هست اینه که بودن حتی یک روز بیشتر جمهوری اسلامی مصادف هستش با وضعیت وحشتناکی که ما امروز باهاش روبرو هستیم. این همه به اصطلاح آمار، انواع اقسام آمارهای منفی که در رابطه با معضلاتی که توی ایران هست داره هر روز منتشر میشه، که تازه اینها گوشه‌ای از واقعیت هستن، خیلی واقعیت به اصطلاح بدتر هست. نکته اینه که جواب دست مردم ایرانه و مردم ایران هم به خوبی این رو میدونن. مسئله این نیستش مردم ایران نمیدونن این رو، مردم ایران کاملا این مسئله رو میدونن، حکومت هم میدونه. تمام تلاشی که حکومت داره انجام میده برای این هست که فضای سیاسی رو توی همین لول و یا حتی بسته تر، توی همین سطح یا بسته تر نگه داره و اجازه نده که فضای سیاسی به اصطلاح رادیکالیزه تر بشه، جنبش‌های مبارزاتی، مبارزاتی که توی جامعه هست به اصطلاح گسترده تر، وسیع تر، سیاسی تر و رادیکال تر از طرف مردم پیش برده بشه. یه جوری کنترل شده میخواد به اصطلاح این دوره‌ها رو، دوره‌هایی که درونش هست رو پشت سر بگذاره. این تلاش این حکومت هست. هر کدوم از جناهاش هم دارن نسخه های خودشون رو میپیچن برای کنترل این وضعیت موجود. اون طرف مردم هم به خوبی میدونن که جواب در نبود جمهوری اسلامیه و در سرنگون شدنش هست. اتفاقا انتخاب سرنگونی جمهوری اسلامی و نخواستن کل این وضعیت بزرگترین به اصطلاح درصد از توی جامعه ایران رو به خودش اختصاص میده. نه اصلاح طلبی، نه اصولگراها، نه نمیدونم به اصطلاح هر پاسخ سیاسی دیگه‌ای که میخواد وضعیت موجود رو نگه داره اون قسمت به اصطلاح وزین قضیه نیستش. درصد بالا دست اون بخشی از جامعه هست که رأیش و نظرش یعنی رفتن جمهوری اسلامیه. اما مسئله بر سر این هست که توی این مبارزه و این جدالی که بین بخش عظیمی از جامعه ایران با این حکومت وجود داره،
توازن قوا به قدری به نفع مردم در اثر همین مبارزات و فضای سیاسی که داریم جلو میریم به چرخه و سنگینی پیدا بکنه که مردم بتونن بر سر مسئله قدرت سیاسی، یعنی فقط مبارزه دیگه بر سر دفاع از محیط زیست یا مثلا دستمزد یا که همه اینها مهمه که موضوعی یا عرصه‌ای داره مبارزه میشه، ولی همه این مبارزات بیاد توی یک ظرفی که یعنی توازن قوای سیاسی به اونجا برسه که بر سر مسئله قدرت سیاسی، بر سر بود یا نبود جمهوری اسلامی، مستقیما جامعه ایران بره جمهوری اسلامی رو به چالش بکشه و تلاش بکنه برای سرنگون شدنش، که این در وهله اول مهمترین فاکتورش داشتن یک رهبری سیاسی هست که تمام تلاش حزب کمونیست کارگری ایران این هستش که بتونه رهبری سیاسی این مبارزات رو به عهده بگیره، مردم اون رو انتخاب بکنن و با رهبری سیاسی و اون به اصطلاح موازی که حزب کمونیست کارگری سعی میکنه خواسته ها و مطالبات مردم ایران رو نمایندگی بکنه تأمین بشه اون رهبری، یعنی مسئله رهبری سیاسی و حزب سیاسی که بتونن این رهبری رو اعمال بکنه یک فاکتور بسیار کلیدی هست برای پیشبرد مبارزات، برای اینکه موفق بشیم جمهوری اسلامی رو سرنگون بکنیم. و نکته بعدی خب خیلی کوتاه هم بخوام بگم که خیلی وقتمون کمه کیان آذر، حدود 30 ثانیه صحبت. آره، و نکته بعدی که بخوام جمع‌بندی بکنم که به اصطلاح توی اشکال مختلفی تشکل، سازمانیابی و برنامه ریزی برای یک سطح به اصطلاح سیاسی تر و رادیکال تری از مبارزه با جمهوری اسلامی باید توی بخش‌های مختلف جامعه ایران انجام بگیره که بتونه چیکار بکنه این مبارزات رو به یک سرانجامی که پاسخش یعنی نتیجهش سرنگونی این حکومت باشه حاصل بشه. ممنون از تو همراهان گرامی، برای رقم زدن یک آینده روشن برای جامعه ایران حتما به ما بپیوندید. 2046-739-6814-38 در تمام طول شبانه روز، اپلیکیشن های واتساپ و تلگرام.